کنیم و ببینیم که فرانک عزیز در برنامه امروز از علم و دانش برای ما چه داره. رادیو و وب تیوی همسفر تقدیم می کند کتاب دانش، آشنایی با آخرین دستاوردهای تکنولوژی در دنیای کامپیوتر و ارتباطات در برنامه کتاب دانش. تهیه و اجرا فرانک. کتاب دانش، فرانک عزیز بسیار 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 به یکی دیگه از سری برنامه های کتاب دانش خوش آمدید عزیزم. بله، با درود به شما شنوندگان و بینندگان این صدا و برنامه. بسیار بسیار خوشحالیم که این هفته هم شما رو در کنار خودمون داریم و ببینیم که از علم و دانش چه داری برای ما بگی فرانک عزیز. بله، هفته ای بود به خصوص که آغاز دادی، ما دو هفته بود که همدیگر ندیده بودیم به خاطر اینکه شما در تعطیلات بودید گویا. هفته ای درسته؟ هفته بعدی هفته پیش که خب من که نه بابا، تعطیل رسمی بود بده جان، چرا اذیت میکنی؟ تعطیل رسمی بود که همین کریستین همش فرد بود رفت آسمان مسیحو. بله، ما نبود بستنش دیگه. من یادم میاد آقای فرانکی همچین تاریخی، درست یک همچین تاریخی مثل هفته پیش روز پنجشنبه، نزدیک 15 سال پیش من یک مغازه‌ای در مرکز شهر داشتم و من نمیدونستم که تعطیل رسمیه. من رفته بودم مغازه رو باز کرده بودم، بعد همینجوری نشسته بودم، هوام گرم بود، مشتری هم نبود، صاحب خونه که اومد رد بشه اومد گفت کرایه رو نمیخوای تو بدی؟ همینجوری به شوخی من نشسته بودم بغل پله‌ها، داشتم آفتاب میگرفتم دم در مغازه، تعطیل تعطیلش کی هم نبود، شهر خالی بود. گفتم والا این مسیح شما هی میره بالا هی میاد پایین، شما تعطیل میکنیم ما بعد از ایشه پول در بیاریم که بعد به خنده ای که اگه راز میگی دیگه اینو دیگه چی نمیشه. در صورت روزهای تعطیل رسمی هست و مردم هم خوشحال و به مسافرت‌های طولانی میرند و ما هم در کنار عزیزان بودیم دیگه. شما بهتون خوش گذشت قربان دیگه. وال باز نزدیک بود این لغت دست جواد. ما هم در حال نبرد و مبارزه در شهر بودیم دیگه با این پروژه ها و اینها که 1001 واقعه علمی، تاریخی و فرهنگی در این هفته ها در کنار ما رخ داده و به خصوص امروز که یکی از بزرگترین روزهای به این روز رو به عنوان ادیسون دی هم میشناسن که امروز به اون اشاره خواهیم کرد. چون جدی؟ تولد ادیسون؟ نه، چون هدف داریم که در ابتدای برنامه از اختراعات و اکتشافاتی نام ببریم که در یک همچین چنین روزی رخ داده و به خصوص اسم ببریم از افرادی که تاثیرگذار بودن، دانش و تحقیق و فرایند و تکنولوژی رو که همکنون در کنار خودتون دارید و تأثیرات علم و تکنیک و دانش به روی جامعه رو مدیون چه افرادی هستیم که امروز هم سالروز تولدشون هست، هم سالروز مرگشون هست و هم سالروز وقایع که این بحث رو با این ادامه خواهیم داد. پس از اون هم نگاهی خواهیم داشت به اخبار جدید و اتفاقاتی که افتاده، افتتاحیه خط جدید تاکسی در شهر استکهلم بر اساس همون مدلی که در شهر بانکوک توک توک عادت دارید. بله، اگر به فیسبوک کتاب دانش بعدن اشاره خواهیم کرد، ما افتتاحیه توک توک های اما برقی که با باتری کار میکنن، به جای اینکه آقای داری هوا رو آلوده کنن مثل شهر بانکوک. شما که در بانکوک رفتید، یکی از معروفترین لوازم نقلیه در این شهر توک توک است که این سه چرخه های توک بیسکویت بود. آها، اون توک توک ها بهش فارسی میگن سه چرخه ها، سه چرخه، بله سه چرخه های موتورگازی، اینا که دود خیلی بدی داره و هوا رو آلوده میکنه. ولی همون مدل رو دانشمندان سعودی پس از 10 سال مطالعه برقیش رو ساختن، چارج میشه و با یک اپ اون رو ارده میدید که به در فیسبوک کتاب دانش از مراسم افتتاحیه اون
توک توک برقی در سوئد. برقی اولین شهری در جهان که این و اینا رو که هندیا سالهاست دارن که آقای افراد. بله برقی نیست. مدل برقی و چارجبل با اپ این رو ارده میدید از شهر یوتبو یا گاتنبرگ که این پارسال افتتاح شده بود. فیلمی براتون داریم که این تاکسی ها اونجا زرد رنگ هستن اما در استکهلم سفید رنگ خواهند بود. اسمش گذاشتن پات تاکسی. بیز اسمش از همون صدای مگس بیز اسم این شرکت و این کمپانی است که این تاکسی ها درست کرده. پات تاکسی چون با اپ این رو ارده میدید که به اون اشاره خواهیم کرد و مارکتی به ارزش میلیاردها دلار در آسیا. همین تاکسی موتورگازی ها؟ موتور برقی آقا برقی ها ببخشید برقی ها میلیارد ها آره به خاطر اینکه هدف این است که بعداً با کشور مثل تایلند قراردادی ببندن و سعی کنن تمام توکوتای گازی شهر رو چیزو چی میگن بنزینی و آلوده شهر رو تبدیل کنن به این مدل و دقیقاً به همون صورت که در بانکوک آشنا هستید اما با مدل برقی که هوا رو آلوده نمیکنه و که باور نکردنی است. به زودی به این خبر بیشتر بعد ببینم اینو سوئدیا ساختنش سوئدیا کمپانی سوئدی اپ سوئدی در حال حاضر پس شروع همین دا حالا که در این خبر هستیم هم اعلام بدیم این خبر رو بگیم که در حال حاضر 18 تاکسی در شهر مرکز شهر استکهلم شروع به کار کردن از چند روز پیش و فواصل کم رو میتونید برید بروی اپ رو دانلود میکنید در اپ کردیت کارتتون رو ثبت میکنید و زمانی که میرید با اپ رو روشن میکنید نزدیکترین تاکسی و اینکه کی میاد و کی شما رو مقصد میرسونه همه اطلاعات رو دارید تا برسه به ما که باتیش تموم شده که نه دیگه در مناطق گوش و کنار مختلف شهر الان چندین ساله که دارن روی این پروژه کار میکنن همه چیزها آماده شده حدود 70 دختر و پسر سوئدی هستن که اینها رو میرونن و شیفت عوض میکنن و قرار تعداد رو بعدن زیاد کنن اما مهمترین هدف این بوده که نوعی از همون کانسپتی رو که در بانکوک دارید که خیلی سریع میتونید در مرکز شهر با رفتن به توک توک که در بانکوک به نام میگن توک توک برای همین ما همون جالب بوده این سه چرخه ها رو میتونید اینها رو در استکهلم داشته باشید به صورت برقی و اینا چارج میشن اسکای برقی دارن و خلاصه پروژه‌ای به چند به قیمت آزادی چندین میلیون دلار در سوئد استکهلم و گاتنبرگ و شهرهای بزرگ دیگه و بعدم هدف گرفتن مارکت کشورهای آسیایی است بر اساس این تکنولوژی. یه چند تا و... از این آدم درست کنه بندازه سر خط تای خط مثلا سر اسفه بگین تای اسفه بگین سر کنجاتا بخومان بکنه و بسیار مدرن و پرداخت و همه چیزها در اون اپ انجام میشه و بنابراین ورود به عرصه کاملا جدید. آقای فرانک مثلا اگه الان منم برم یه موتور سه چرخه درست بکنم باتری بذارم برم این مثلا پتنت داره یا منم میتونم این کارو بکنم؟ نه دیگه ببینید برای میدونید که در کشور زندگی میکنیم که همش باید اجازه بگیرین و دقیق باید بررسی بشه و آیا چی شد و کجا رفت و چه شد که تیلستوند و جواز و این چیز که نداره که مثلا پتنت و اینا نه از لحاظ پتنت و اینا اگر تکنیکی باشه که خب وجود نداشته باشه که میتونید پتنت کنید اما اگر تکنیکی هست که وجود داره و کاریست که بقیه کردن سه‌چرخه‌ست و یه موتور و یه باتری این دفعه جواز میخواد و جواز تاکسی روندن و جواز پول حساب کردن و جواز همین جوازهایی که میدونید که همین یعنی خمس و زکاتش رو باید بدیم دو حله پاس کردن از لابلا این خمس و زکات سوئدیا از چیز سخت‌تر آقا داری از کشفش زکات خب به بچه عالی بله پس برنامه رو آغاز میکنیم با معرفی اساتید و دانشمندانی که تأثیرات علم و تکنیک و دانشی رو که در اطراف خودتون و در زندگی روزمرتون دارید رو روزی مدیون این افراد بودیم که یکی از اونها توماس ادیسون هست که امروز دلیل این که گفتم روز ادیسون هم نام داره به این دلیل است که امروز روزی است که ادیسون در سن 22 سالگی اولین پتنت خودش رو ثبت کرد و به این موضوع بیشتر اشاره خواهیم کرد اما و جالب این است که همین امروز سال روز گرفتن و ثبت شدن 4-5 پتنت دیگه ادیسون هم است اما در سالهای مختلف یعنی در اول جون سالهای مختلف چندین پتنت دیگه رو هم ثبت کرد توماس ادیسون اما امروز همزمان هم سال روز
گرفتن اولین پتنت این نام‌آور کشور آمریکاست. اما بحث رو از کشور انگلستان شروع می‌کنیم و نگاهی داریم به یکی از بزرگترین نام‌آوران تاریخ کشور انگلستان که در یک چنین روزی نه فقط در انگلستان بلکه در چند موزه تکنیک و فناوری در آمریکا هم حلقه گل آویزون می‌کنند به گردن مجسمه این دانشمند و نام‌آور کشور انگلستان و کسی که امروز بنابراین ملت و تاریخ و فرهنگ انگلستان رو چیز کرده، آقا داری افتخار آفرینی کرده. امروز سال روز تولد سر فرانک وایتل هست و نگاهی داریم به این که فرانک وایتل چه کسی بود و چه کرد و چگونه این شخص رفت برای همیشه به تاریخ پر افتخار کشور و ملت انگلستان. و زمان رو میبریم بنابراین به اول جون سال 1907 که این شخص در درست اگر از منچستر یک خط راست به لندن بکشید، درست در مرکز وسط میشه گفت این خط، از شهری عبور میکنید که اسم این شهر ببینیم چه بود. من برم دوباره بالا و بله، اسم شهر هست ایلستون در ایالت کانونتری که همونطور گفتیم در درست بین شهر لندن و منچستر واقع شده. روستایی کوچک در اونجا به دنیا میاد و در روز 8 آگست سال 1996 در سن 89 سالگی چشم از جهان فرو میبنده. اما زمانی که فرانک وایتل در خانواده بسیار فقیر به دنیا میاد، از همون دوران کودکی و بچگی با اسباب بازیایی که بازی میکرده و اونها هواپیما درست میکرده و پرواز میکرده و هی دستش رو در هوا حرکت میداده به شبیه یک چیز هواپیما و خلاصه رویاش این بوده که یک روزی بتونه پرواز کنه و با هواپیما کار کنه. اما به دلیل کوتاه بودن قدش و به دلیل اینکه یک مقدارم در چند کتاب نوشته شده که یه مقدارم پاش گویا میلنگیده، وقتی که جوانتر میشه میاد و به دلیل علاقهی که به پرواز و اینها داشته سعی میکنه که سربازی رو مراسم سربازی رو طی کنه و بعدم معرفی کنه خودش رو به ارتش انگلستان و اینکه بتونه بره در اسکادران نیروی هوایی ارتش انگلستان فعال بشه. اما در همون موقعی که از دبیرستان فارغ التحصیل میشه و میره که تقاضا کنه، همونجا دم در که میخواد وارد بشه یه سری از اونها که اونجا بودن میگیرن و یه ذره اذیتش میکنن و میندازنش بیرون و بهش میخندن و مسخرهش میکنن و چوپاش به بله و قدش هم خیلی کوتاه بوده و هه هه بهش میکنن و اما تسلیم نمیشه، دوباره برمیگرده و آگهی رو در روزنامه میبینه که در اونجا تقاضا میکنن برای ورود به کلاس هایی که اگر کسی این کلاس ها رو پاس کنه و نشون بده که شاگرد خوبیه، اون موقع تازه بین اونایی که پاس شدن اون مسئولی میشینن و کسی رو انتخاب کنن که بره تازه شروع کنه کلاس های اولیه اون چیز نیروی هوایی انگلیس رو رفتن، که وقتی که اسمش رو مینویسه و ثبت نام میکنه با بهترین نمره ها اینها رو پاس میکنه و روزی هم که این مراسم بوده و این چیز بوده، این دوره تحصیلی بوده، همینطوری وقتی که امتحان میگرفتن میبینن که تنها کسی که نمره های همه بهترین رو داره و هیچ اشتباهی نداره فرانک وایتل است. و پس از 3 دوره گذروندن این که آماده بشه برای تازه رفتن به دوره اول اصلی اسکادران نیروی هوا انگلستان، در اونجا هم وارد میشه با این نمرات و همون شخص و همون افرادی رو که یه روزی انداختنش بیرون و ازدش کردن رو میبینه و در همون کلاس های اونها از همه اونها نمره های بهتری پاس میکنه. بسیار پسر بسیار سویدی دوکتیگ و باهوش و این باعث شده که در سن 21 سالگی برای اولین بار شروع کنه و طرح چیز رو ببره زیر سوال. تا اون زمان هواپیمای جنگنده نیروی هوا انگلستان پره بودن و بر اساس پیستون کار میکردن، یعنی در بیرون بال هواپیما موتورهای بزرگی بود
که اینها درست مثل همین مکانیزم درون اتومبیل شما هست که موتورهای بنزینی و دیزلی که پیستونی بالا پایین میره، تصور کنید که موتورهای چیز هم اونجوری بود، ولی به دلیل داشتن پیستون و بر اساس مکانیزم پیستون داشتن، اینها به مراتب سنگین بودن و سرعتی هم که میدادن به یه حد ماکسیمومی بود، به خاطر اینکه اگر این سرعت بیشتر میشد موقع پیستون ها میشکستن و از اون محلشون میبادن بیرون. طرحی که فرانک وایتل این رو به ثبت میرسونه و پتنت این رو میگیره این هست که به مدت 10 سال میشینه از سن 21 سالگی تا 31 سالگی و اولین طرح موتورهای کامباستن رو، کامباستن یعنی موتورهایی که با فشار بنزین در اونجا وارد میشه، بعد پره است و با فشار اومدن گاز و ترکیب گاز بهش میگن توربین. توربین بله دقیقاً موتورهای توربینی هواپیماها رو دیزاین و طراحی میکنه و بنابراین اولین کسی میشه در تاریخ که علم و تکنیک و دانش فناوری پرواز موتور هواپیماها رو به عرصه‌ای کاملا جدید میبره و در سال 1920 هست که این وقتی که این همه چیز رو انجام میده دیگه اصلا صنایع اینداستری انگلستان و هواپیماسازی کشور انگلستان وارد میشه به عرصه کاملا جدید که هواپیماهایی که بعدها به نام گلاستر وایتل هواپیماهای جنگنده ارتش انگلستان و اسکادران کماندویی هوایی کشور انگلستان همه بر اساس هواپیماهای جنگنده‌ای درست شد که به اسم گلاستر وایتل E-28 و 39 که بعدا میتونید عکس‌های اینها رو به روی اینترنت سرچ کنید و ببینید که چه کاری کرد در اون زمان که در جلوی چشم آقازادی فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها و چیز فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها و چیزهای دیگه هواپیماهای درست کرد که 200 برابر قدرت موتور و 200 مایل پر آور هم سرعت موتور بیشتر بود از رقبا و از جنگنده های کشورهای آلمان و به خصوص فرانسه و این باعث میشه که بعدها در سنین بالاتر اولا وقتی که همین کار رو انجام داد خب نیروی هوایی انگلستان و اسکادران انگلستان در این رزم آنشایی که انجام میدادن بر اساس هواپیماهای این شخص بود که اصلا تمام جنگ رو به نفع خودشون و حملاتی رو که انجام میدادن رو انجام دادن و در کاری بی سابقه پروازی رو که چندین ساعت طول میکشید که یک جنگنده انجام بده در روز 15 می سال 1941 پرواز بین دو شهر رو با این هواپیماها و هواپیماهای جنگنده ظرف 17 دقیقه طی میکنه که باعث باور نکردنی است که تونستن همچی کاری کنن و بعدم که به آمریکا سفر میکنه و در اونجا در کشور آمریکا به عنوان پروفسور فضاشناسی و هوانوردی دانشگاهی در آمریکا مشغول به کار میشه و اینجا هم یادآوری کنیم که در کتابها و در روزنامه‌ها و در مقالات زیادی که اومده در رابطه با این شخص که یکی از مهمترین افرادی است که بزرگترین افتخار آفرینی رو نه فقط در اسکادران هوایی RAF یا English Royal Air Force انجام داده، بلکه الان شما هواپیمای جنگنده ای رو که در آمریکا میبینید، چون این شخص بعدها به آمریکا رفت، ازدواج کرد با یک خانمی، بعد جدا شد، بعد به آمریکا رفت و در اونجا به عنوان پروفسور و کارشناس ارشد دیزاین و طراحی موتورهای توربینی هواپیما کار خودش رو ادامه داد و در آمریکا هم چیز کرد آقازادی، این اصلا صنایع و اینداستری هواپیماسازی کشور آمریکا رو به لول‌های کاملا جدید و سطوحی کاملا جدید برد که در چندین موزه در گوش و کنار شهر واشنگتن، نیویورک و غیره هم امروز دستگلی رو میذارن، در موزه در منچستر، در موزه در لندن و در چند موزه هم در آمریکا امروز سالروز تولد این بزرگ مرد پر افتخار کشور انگلستان است که در سال 1976 خودش رو به خاک آمریکا میرسونه، در نیروهای NAVAR یا ریسرچ و چی میگن آمریکا شروع به کار میکنه، ناوایر اون صنایع و اینداستری چیز آمریکاست، آمریکا یونایتد استیتس ناوال آکادمی
در آناپولیس مریلند که امروز در اونجا هم جشنی به خاطرش گرفتن. و در سال 1978، یعنی بین سالی که در ایران انقلاب شد تا 1979، به عنوان پروفسور دانشگاه مریلند در ثبت چندین پتنت نقش داشت که نیروهای آمریکایی رو و مکانیزمی رو به نام گاس توربین آیرو ترمودینامیک رو به ثبت میرسونه و بنابراین هواپیمایی که امروزه جنگنده‌های جدید آمریکایی که می‌بینید از باند بلند میشن و از پشتشون آتیش بلند میشه و اینا با سرعت از باند بلند میشن و مانوف میدن رو روزی مدیون این بزرگمرد کشور انگلستان هستیم که بعد هم در سال 9 آگست سال 1996 بر اثر بیماری سرطان ریه چشم از جهان فرو بست. اما به دلیل افتخار آفرینایی که انجام داده بود، دولت انگلستان تقاضای این رو کرد که پیکرش رو به خاک انگلستان برگردونن، ولی مقامات آمریکایی گفتن که متاسفانه پیکرش رو، چون نوشته بود که من رو چیز کنید بسوزونید، پیکرش رو سوزونیم، که مقامات دولت انگلستان میگن که پس هرچی زودتر خاکسترش رو به کشورش برگردونید. و خاکسترش رو در طی مراسمی با شکوه به انگلستان میارن و پخش میکنن در بالای شهری و در بالای مکانی که روزی در اونجا تحویلش نگرفتن و ازدش کردن و خاکسترش رو آغازاری پاشیدن در اون چیز. و به این صورت این داستان این بزرگ از خاک برآمدیم و به خاک برویم. بله، این هم داستان این انگلیسی پر افتخار. بله، میریم به مطلب بعد، چون 1001 واقعه علمی در اطراف ما رخ داده. میریم این بار به کشور اسکاتلند و یک داستان باور نکردنی دیگه از ملت و فرهنگ و تاریخ اسکاتلند براتون انتخاب کردیم که امروز سال روز تولد هنری فالدز هست که در اول جون سال 1843 به دنیا میاد و در 19 مارچ سال 1930 چشم از جهان فرو میبنده در سن 86 سالگی. اما این فیزیکدان برجسته و نام‌آور کشور اسکاتلند در سال 1873 بود که میشه گفت کارهای عجیب غریب خودش رو شروع کرد و تقاضای رفتن پس از دوره گذراندن فیزیک و تحقیقات و افتخار آفرینی، تقاضای رفتن مجانی و کار کردن مجانی به کشور ژاپن رو میکنه و بنابراین جز اولین افرادی است که در سال 1873 به عنوان میشنری، یعنی همینجوری چی میگن آقا خدا خود چی که آدم خودش میره چیز کنه، میره به کشور ژاپن و در اونجا شروع میکنه با چیز با در شهر توکیو و چندین روستای اطراف مشغول به کار و تحقیقات و به خصوص در اونجا مرکز تحقیقاتی رو ثبت میکنه به نام توکیو سرجن هاسپیتال که گویا همکنون هم این مرکز تحقیقاتی در توکیو به عنوان اینکه این شخص اون رو ثبت کرد و افتتاح کرد، یکی از مدرن‌ترین و تاپ‌ترین صنایع ربات‌سازی و تکنولوژی در کشور ژاپن که بنابراین روزی در سال اواخر سال 1873 به توسط یک اسکاتلندی در شهر توکیو ثبت شد، در اونجا بوده. اما وقتی که شروع میکنه و مطالعات خودش رو انجام میده، متوجه میشه که به باستان شناسی علاقه مند میشه و شروع میکنه و میبینه که چقدر در ژاپن فرهنگ و چقدر باستان شناسی هست و خودش رو اسمش رو اونجا ثبت میکنه و میگه که هر وقت رفتی جایی و چیز کندید رو و چیزی رو پیدا نمیکردید و مسئله بود که نمیدونستید به من خبر بدید، من فیزیک خوندم و بلدم و اینا، میام کمک میکنم، که این کار انجام میدن. و در اوایل دهه سال 1870
در یک بررسی باستانشناسی چندین کاسه خیلی چیز پیدا میکنن در زیر زمین، و وقتی که کاسه ها رو میارن به این نشون میدن، این متوجه میشه، با تحقیقاتی که انجام میده متوجه میشه که روی این دور این کاسه هایی که و این کوزه هایی که پیدا کردن در اعماق زمین و در گوشه و کنار چیز مناطق در ژاپن، اثرات انگشت چیزها رو مطالعه میکنه، اثرات انگشت که روی اینها بوده که از چندین سال قبل بوده و حالا 100 سال یا هر چقدر، و اینها رو مطالعه میکنه و کنار هم میذاره و خلاصه به مدت 16 سال میشینه و یک پترن و یک طرحی رو درست میکنه در رابطه با ردیابی و شناسایی کردن بین ارتباط بین تاریخ و کانکشن بین افراد در تاریخ و در چه زمانی بودند با اثر انگشت، و میشه یکی از خبرگان شناسایی کردن اثر انگشت و اینکه بتونه اثر انگشت رو چیز کنه، کانکت کنه با اثر انگشت یک انسانی. و با داشتن این علم و این آگاهی و اینکه 16 سال در ژاپن این کار رو کرده و واقعا تونسته انجام به چیز کنه، اثبات کنه که این رابطه وجود داره و اثر انگشت رو چقدر چیز مهمی است، رو میاد به کشور اسکاتلند و میره با چیز تماس بگیره با اسکاتلند یارد، یعنی همون چیز پلیس آن زمان کشور اسکاتلند، و این طرح‌ها رو بهشون میگه، میگه اینجوریه، چقدر مهمه، در مکوپیش میتونید از این استفاده کنید، بعد میتونید مردم رو رجیستر کنید، میتونید دزدار رو دستگیر کنید، میتونید این کار کنید، اون کار کنید، که اونا بهش میگن که مزخرف نگو و چیز نگو، پرت و پلا نگو، که اصلا همچه چیزی فایده نداره و اصلا ما به همچه چیزی چیز نمی کنیم. یعنی تا اون موقع هنوزش که اثر انگشت استفاده نمی کرده. نه اصلا باور نکردنی بود و اما دی ان ای می گرفتن و هر کاری میکنه به اسکاتلند یارد چیز کنه که بابا این چیز تو را به جان مستان، این چیز مهمیه، این رو بپذیرید، آخه چرا گوش نمی کنید؟ اونا میگن برو بیرون، حرف اضافه نزن که وقت نداریم. اما دو نفر انگلیسی دیگه به نام سر ویلیام و جان هرشل، وقتی که اینها این مقالات رو میخونن و این حرفای این رو گوش میکنن، واقعا مورد چیز قرار میگیرن، مورد چی میگن شیفته میشن و شروع به کار میکنن به روی این سیستم و این رو دیولپ میکنن. در این زمان هم این شخص هنری فالز چشم از جهان فرو میبنده و خلاصه میشه گفت این اسکاتلندی اولین کسی بود که سیستم های نه فقط اثر انگشت رو و بهره برداری از اثر انگشت رو کشف کرد، بلکه در کشور ژاپن اولین کسی بود که از اروپا در آن زمان خودش رو به خاک ژاپن رسوند و از رشته و کاری که داشت به ناحیه‌ای کاملا جدید وارد شد و کارهای باور نکردنی کرد، و بعدم در کتاب و در مقاله و در نامه‌هایی که ثبت شده که با چارلز داروین، میدونید که به تماس وقتی که میبینه که این در همون موقعی در ژاپن بوده، یه سری نامه و مطلب رو مینویسه و اینها رو در یک چیزی میذاره و اینها رو میرسونه به دست بزرگترین چیز شناسه، چی میگن این در آن زمان، چارلز داروین، که یکی از در سیستم‌های اِوولوشن و چیزهای انسانی کار میکرد. چارلز داروین رو هم براتون یادآور کنیم که متولد 12 فوریه سال 1809 در دمانت شربری هست در کشور انگلستان، و خلاصه این چارلز داروین رو دیگه خدمت حضورتون از خلاصه تماسایی هم با اون میگیره، این مطالب و مقالات خودش رو برای اون میفرسته که اینها چاپ میشن در یک کتابی به نام نیچر در 28 اکتبر سال 1880 آغاز داره، یعنی چند صد میشه حدود، بله خلاصه انسانی باور نکردنی که امروز بنابراین ملت چیز اسکاتلند هم به یاد میاره این نام‌آور رو، و به خصوص پشیمانی های اسکاتلند یارد یا پلیس این کشور که چه مطلب مهم و چه نکته مهمی رو به این راحتی پس از این همه جستجو و تحقیق و زمان گذاشتن به این راحتی این رو میس کردن. و اینم از این، پس میریم دیگه چون وقت کمه، بپریم به وقت این دفعه، این که سال روز مرگ چه کسانی است که این ما رو میبره به
کشور آلمان. امروز نه فقط ملت آلمان و فرهنگ آلمان، بلکه همه جهانیان، به خصوص در افرادی که وضعیت دچار سوانه قلبی میشن، یا قلبشون میگیره یا رگهای دور قلبشون میگیره، اگر حالا در بیمارستان به طوری که کمک میکنن و نجات میدن و سیستمایی رو استفاده میکنن، رو یک روزی مدیون ورنر فوشمن هستیم از کشور آلمان، که در 29 آگوست سال 1904 به دنیا آمد و در یک چنین روزی، یعنی در اول جون سال 1979 در سن 74 سالگی چشم از جهان فرو بست. و اما این شخص چه کسی بود و چه عاملی باعث شد که این جراح قلب و عروق در کشور آلمان بره به تاریخ این کشور؟ و زمان رو میبریم به دوره جوانی این شخص، که پس از دوره گذراندن تو دوره تحصیلات پزشکی رشته چیز رو انتخاب کنه، جراحی رو انتخاب کنه و در زمینه جراحی قلب. و کسی است که پایه‌گذار علم مدرن کاردیاک کاترزیشن هست، که مکانیزمی است که بر اساس اون، وقتی که چون تا اون زمان که این شخص در اونجا تحصیل میکرده و کار میکرده در آلمان، یعنی تا سال تقریبا 1980 تا اون چیز 1985 موقع، حتی تا اون زمان اینا فکر میکردن که، معذرت میخوام، تا سال 1956 اون موقع فکر میکردن که این چیز، اگر کسی قلبش مسئله داره و احتیاج به دارو داره، رفتن مستقیم به دور قلب یا به خود اطراف قلب باعث مرگ بیمار میشه، و بنابراین دواها رو از طریق همین آمپول زدن و قرص خوردن و اینا به مریضا میدادن. اما با اختراع و اکتشافات و پتنت و ثبت پتنت کاردیاک کاتریزیشن، این دانشمند آلمانی اثبات کرد که اگر بیایم و در یکی از رگ‌هایی رو که در روی دست راستتون هست رو بشکافیم، از اون رگ وارد میشیم و اون رگ، رگیست بزرگ که میره به شریان اصلی قلب، و در اونجا میتونیم در اون نزدیکا بدون اینکه به قلب آسیب برسونیم دارو بدیم و اون اشکالات قلبی رو رفع کنیم. که هر کاری میکنه که اثبات کنه که این ایده و این کاری که کرده قابل پذیرش هست و قابل امکان هست، هیچ کس جرئت نمیکنه این ایده رو قبول کنه، تا اینکه شروع میکنه این کار رو به روی اجساد حیواناتی که از کشتارگاه ها اردر میداده، گاوا و گوسفندها، اینها رو میخریده، میورده و رگشون رو در روی اون پا یا به هر حال دست گوسفند باز میکرده، و این مکانیزمی رو که ثبت کرده بوده و اختراع کرده بوده و که 65 سانتی متر لوله‌ای بوده که سرش یک دستگاهی بوده که دارو رو از اون پا و اینا میفرستادن، این رو میبرد و میورد و کار میکرده، و هر کاری میکنه که این رو ثبت کنه این رو قبول نمیکنن، تا اینکه بالاخره یه روز صبح تصمیم میگیره که این مکانیزم و این عملکرد رو روی خودش تست کنه. خودش رو میخوابونه روی یک چیزی، روی یک تختی در خانه، رگ خودش رو میزنه و این لوله نازک 65 سانتیمتری رو از رگ اصلی خودش یواش یواش وارد میکنه، و تا اینکه میرسه و دیگه میدونه که نزدیک به قلبش ره، از تخت میاد پایین، از میره تو خیابون، از راپله بیمارستان میره بالا، میره در اتاق عمل، در زیر اون روندکن میخوابه و به پرستار میگه از من چند تا عکس بگیر. عکس ها رو میگیرن و در اونجا میبینه که این چیز سر این دستگاه درست نزدیک بیرون قلبشه و حالش هم خوبه، داره راه میره، و این مدارک و این اسناد و این تحقیقات رو میفرسته به دانشگاه که این کار رو انجام میدن، این مدل رو مورد بررسی قرار میدن، و وقتی که جان هزاران پاسینت و بیمار رو بعدن از این طریق نجات میدن، این طریق ارسال کردن دارو و کمک رسانی به قلب با سرعت و حتی باز کردن رگ‌ها بعدها از این طریق و با فرستادن بالون و تمیز کردن رگ‌ها از همین طریق، باعث شده که در سال 1956 برنده جایزه نوبل پزشکی بشه. آقا به خاطر ثبت این عمل کرد با دو نفر دیگه به استکهلم بیاد و
جایزه نوبل پزشکی رو ثبت کنه بر اساس واقعی باور نکردنی که مجبور شد برای اینکه ثابت کنه به همه که حق با منه رگ خودش رو بزنه و این آزمایش باور نکردنی رو به روی خودش انجام بده و بره به تاریخ آلمان. بله این چه سالی این کار رو کرد؟ در سال 1929 که این عملیات عجیب رو انجام داد، برای همین جنگ جهانی اول اون موقع ها خورم. و بعدم که 29 تا 56 که جایزه نوبل رو بهش دادن، دیگه ببینید که چه واقعی باور نکردنی بوده. بله و میریم بنابراین به تاریخ وقایع امروز و براتون در اول بحث گفتیم که امروز روز توماس ادیسون هست و دلیل این هست که امروز در یک چنین روزی در سال 1869، اولا وقتی که به اداره US Patent Office مراجعه میکنیم به روی وبسایتشون، من الان این رو در جلوی خودم دارم و در اونجا نوشته که توماس ادیسون نشست و در روز 13 نوامبر سال 1868 مقاله‌ای رو در حدود 70 صفحه عکس و طرح و توضیحات رو نوشت در رابطه با دستگاه رأی‌گیری Electrographic Vote Recorder System که بر اساس این پتنت اولین دستگاهی بود که شما نظرخواهی‌های مردم رو میتونستید ثبت کنید. یعنی اگر یکی میگفت آره یکی میگفت نه، با زدن روی دستگاهی دکمه چپ یا راست این تعداد نه یا آره ها ثبت می‌شدن و بنابراین اولین دستگاه ووت سیستم رو داریم، رأی‌گیری. اما این مقاله در همونطور گفتیم در امضای ادیسون 13 نوامبر سال 1868 است که مقاله تکمیل میشه و در روز 28 نوامبر سال 1868 به دفتر مرکزی اداری US پتنت چیز میشه، یعنی یک سال قبل از چیز پتنت، و یک سال مطالعه میکنن و تحقیقات میکنن روی این پتنت و بالاخره در یک همچین روزی در اول جون سال 1869 اولین پتنت ادیسون آغازدی. ادیسون تاریخ تولد ادیسون رو داریم و اختراعات این نامعلوم. اولیش چی رو ثبت کرد؟ برق نبود همون مثلا اولین پتنتش دستگاه رأی‌گیری بود. توماس ادیسون در 11 فوریه سال 1847 بود که در میلانه اوهایو به دنیا آمد و وقتی که اولین پتنتش رو در سال 1869 میگیره، بنابراین دیگه سنش رو حساب کنید که چقدر بوده که اولین پتنتش رو میگیره. اما امروز چون که ما گفتیم که به اسم این شخص هست، نگاهی داریم به پتنت های دیگر. امروز در سال 1880 هم یک پتنت دیگر رو داریم به نام مگنتیک اور سپریتور که دستگاهی است که بر اساس اون میتونیم میدان های مغناطیسی رو در یه سری از اینداستری که اون زمان استفاده میشد از هم جدا کنیم. امروز در یک چنین روزی یک پتنت دیگه هم داریم در سال اول جون سال 1886، این بار پتنت سیستم آف الکتریکال دیستریبیوشن، مکانیزمی که بر اساس اون بتونن برق رو بین دکل ها انتقال بدن، این رو هم ادیسون امروز ثبت کرد. یک بار دیگه در سال 1909 اول جون در یک چنین روزی شافت کاپلینگ که دستگاهی است که در مکانیک نیروها رو عبور میده در حال چرخش، یعنی اگر دو قسمت یه موتور رو که همکنون هم در بعضی از چیزا داریم، شما موتور رو در جلوی ماشین دارید بعد با یک مکانیزم این نیرو به پشت چرخ‌ها یا به پشت اون دستگاه انتقال پیدا می‌کنه، بعد اگر بالانس به هر حال چه بالا بره چه پایین بشه به هر حال موتور این سیستم این نیرو رو عبور میده و خلاصه این رو هم پتنت گرفته. و یک بار دیگه در سال 1920 در یک چنین روزی اول جون Combustion of Matter of Sound Recorder، این دفعه دستگاهی که بتونه صدا رو ضبط کنه، هم ادیسون در US Patent Office به ثبت میرسونه
و خلاصه این هم از داستان وقایع. امروز ما از توماس ادیسون اسم بردیم و تاریخ تولدش رو و شهر تولدش رو گفتیم و یادآوری هم کنیم که در اکتبر 18 اکتبر سال 1931 در وست اورنج نیوجرسی در آمریکا چشم از جهان فرو می‌بنده و یادآوری هم کنیم که این شخص چند پتنت داشت. توماس ادیسون اولا برخلاف این که ما هم اینجا کلی ازش تعریف دادیم و گفتیم که چه کارهای استثنایی کرده، اما در دنیای علم و تکنیک و دانش بسیار بسیار از این شخص گلمنت هستن، به خاطر اینکه زمانی که نیکولا تسلا خودش رو از مجارستان خودش رو با 1001 مسئله و مشکل به خاک آمریکا رسوند و شروع کرد و شاگردی کرد و کار کرد برای ادیسون، با اطلاعات و آگاهی‌هایی که در رابطه با جریان برق و انتقال جریان برق داشت، اگر ادیسون چوب لای چرخش نمی‌کرد و اگر ادیسون اذیتش نمی‌کرد اینقدر و اگر ادیسون اینقدر جلوی اختراعاشو نمی‌گرفت و اذیتش نمی‌کرد، علم انتقال برق و صنایع و اینداستری 100 سال جلوتر بود از اینکه همکنون هست. بنابراین نیکولا تسلا پایه‌گذار جریان دی سی یا چیز وکسل استروم، اون چی میگم به فارسی اینام که چیز میشه که جریان عوض میشه، نه پس مستقیم نه غیر من بله متناوب بله بود و اثبات کرد که این نوع جریان برق به مراتب افیشنتر و بهتر است در رابطه با انتقال برق، چون تا اون زمان ادیسون که میخواست بین شهرها برق برقرار کنه باید هی یکی دو دکل که جلو میرفتن دوباره یه ترانسفورماتور بزرگ میذاشتن دوباره که این برقو که از دست رفته به دکلا بدن، دوباره یه دو سه دکل که جلو تعمیر رفتیم دوباره یه دونه ترانسفورماتور دستگاه جدید. اما نیکولا تسلا اومد گفت که اگر بیایم و جریان برق رو چیز کنیم، اون یکی چی بود به فارسی کنیم، متناوب کنیم، به جای که بیایم این کار کنیم احتیاج دیگه نیست، وقتی که برق برو بیاد دیگه این که ادیسون چون تا اون موقع کلی کانترکت امضا کرده بود و کلی پول دریافت کرده بود از شهرداری نیویورک و اطراف، دید اگه این خبر به گوش چیز برسه، به گوش که بفهمن که بله که همچین تکنیکی هست که خیلی بهتر از مال ادیسونه، اون موقع تمام کار کاسبی ادیسون به هم خورد. خلاصه بیرونش کرد و توهین یکیش کرد و بعد در خیلی جاها که این رو میخواستن استفاده کنن ادیسون یه سری فرستاده بود که کارگاهش آتیش زدن. خلاصه یک آبروزی و یک داستان‌های باور نکردنی که یک روزی اگر وقت شد این وضعیت رو براتون حالا بعداً بیشتر توضیح خواهیم داد. اما به طور کلی یادآوری کنیم که توماس ادیسون در طول مدت زندگیش موفق شد که 2332 پتنت رو به اسم خودش ثبت کنه که 1093 تا از اینها رو در آمریکا به ثبت رسونده و بقیه این تعداد رو در دیگر کشورهای جهان. خب آقای فرانک اگه اجازه بدین هم شما نفسی تازه بله کرده باشید، بریم هم شنوندگان عزیزمون بریم آگهی تجارتی رو میشنویم و برمیگردیم در کنار شما مهربانان خواهیم بود، با ما باشید. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back. آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟ شرکت ساختمانی سولسون با بهره‌گیری از دانش مهندسی ساختمان و با بیش از 20 سال تجربه مفید کاری، پاسخگوی مناسب نیاز شما عزیزان در امور بازسازی و نوسازی کامل ساختمان‌های مسکونی، اداری و رستوران، طرح توسعه ویلا و تغییر کاربری، بازسازی کامل آشپزخانه و حمام، طراحی و اجرای روشنایی دکوراتیو و انجام کلیه امور نجاری داخل و خارج ساختمان می‌باشد. جهت مشاوره و تعیین وقت بازدید رایگان با شماره تلفن 0760-27-2242 تماس حاصل فرمایید. شرکت ساختمانی سولسون. اگر به دنبال خرید خودرو با شرایط مناسب و فروشنده خبره و فارسی زبان می‌گردید، به این آگهی دقت کنید. شرکت خانوادگی یرو پیسک موتور در ریسنه و ولینگبی به عنوان نمایندگی رسمی فروش خودروهای تویوتا با کادری با تجربه در زمینه خرید و فروش خودرو در خدمت شماست.
جهت اطلاعات بیشتر به وبسایت www.europeiskamotor.se مراجعه فرمایید. حالا شده که هوس غذای ایرانی بکنید ولی اصلا حوصله بیرون رفتن و یا درست کردن غذا رو هم نداشته باشید؟ رستوران آریا مشکل شما رو حل کرده. رستوران آریا غذاهای خوشمزه ایرانی رو در به منزل به شما که در شمال استکهلم زندگی میکنید تحویل میده. البته امکان پذیرایی از شما در محیط گرم و صمیمانه رستوران آریا هم امکان پذیره. شماره تلفن تماس 08 25 02 03، آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 48 تا 50 آکلا سنتروم، رستوران آریا. آیا پرسونلیگ اسیستنس دارید و یا به دنبال پرسونلیگ اسیستنس میگردید؟ پس بسیار مهم است که به این آگهی گوش کنید. شرکت ما از سال 2010 تا کنون در سوئد مشغول به کار میباشد. ما به عنوان یکی از معدودترین شرکت‌های اسیستنس به صورت کاملاً جدی به مشتریان خود، خانواده آنها و کارمندانش خدمت رسانی کرده و اهمیت ورزیده ایم. ما همچنین با دانش کافی از قوانین به شما و عزیزانتان کمک می‌کنیم تا از حد اکثر حقوق خود به عنوان یک مشتری بهره‌مند گردید. تریاب بهترین انتخاب شماست. همین حالا با ما و با شماره تلفن 08 400 25 888 در تماس باشید. triaassistance.se. رستوران زرتشت واقع در هلنلون سنتروم مقدم شما را گرامی می‌دارد. زرتشت با سر و انواع غذاهای ایرانی در محیطی خانوادگی پذیرای شماست. جشن‌ها و میهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه زرتشت بسپارید. شماره تماس 35 27 27. جهت اطلاعات بیشتر به وبسایت www.zartosht.se مراجعه فرمایید. تاکو بار، غذای تکس مکس، یک قسمت کوچک از مکزیک با بهترین غذاها. رفتن به مکزیک گرونه ولی خوردن غذای مکزیکی در سوئد آسون. تاکو بار در ولینگ بی سنتروم و شیستا سنتروم مقابل شیستا گروسن با کلی غذای مکزیکی و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی در خدمت شماست. مهمونی ها و ملاقات های کاری شما در تاکو بار به همراه موسیقی واموس پلایا و نوشیدنی های تکیلا بلانکو و کرونا. مکزیکو بیخیال، تاکو بارو بچسب. رستوران دیزین. رستوران دیزین واقع در بلک بری با سرو انواع غذاهای خوشمزه ایرانی در خدمت شماست. جمعه ها، شنبه ها و یک شنبه ها رستوران دیزین از ساعت 11 صبح تا 10 شب با سرو خوشمزه ترین کله پاچه اصیل ایرانی میزبان شماست. آدرس آروید مارنس واگن شماره 4. تلفن تماس 08 37 20 19، 08 37 20 19. رستوران دیزین. نیسان در هدینبیل در آکلا با همکاری ایلیا و نیما بار دیگر در یک ابتکار تازه. نیسان قشقایی، فول اوتروستاد با سقف شیشه‌ای، GPS، دوربین 360 درجه، لاستیک زمستانی، 3 سال سرویس رایگان، 3 سال بیمه رایگان، 3 سال تعویض رایگان لاستیک ها و دکوتل از 2495 کرون در ماه و با 20% پول نقد یا ماشین به عنوان این بیتس بیل. با خرید یک ماشین تا آخر ماه یولی یک چک بنزین 3000 کرونی نیز دریافت دارید. نیسان در هدینبیل در آکلا با همکاری ایلیا و نیما بار دیگر با یک ابتکار تازه. 505-69-234 و 505-69-235. ایرانیان تارا ترافل،
جهت خرید و فروش ارز و تهیه بلیط هواپیما به تمام نقاط دنیا و گرفتن ویزای شنگن با ما در تماس باشید. ما با داشتن کادری مجرب مناسبترین قیمت و بهترین خدمات را به شما عزیزان ارائه می دهیم. تلفن تماس 08-121-482-828 07-731-0366. آدرس ما واقع در شیستا ایسافیورسگاتان 39B www.irtaratravel.se ایرانیان تارا ترابل. خرید خونه در ترکیه دیگه هیچ کار سختی نیست، به خصوص وقتی که با شرکت AF Real Estate در تماس باشید. شرکت AF Real Estate با در دست داشتن کادری متخصص و با تجربه در این زمینه میتونه به شما کمک کنه. AF Real Estate در حال حاضر به شما کمک میکنه که تا سقف 70% وام بانکی دریافت کنید. جهت اطلاعات بیشتر به وبسایت www.2090.se مراجعه و یا با شماره تلفن 070-776-1022 تماس بگیرید. رستوران ونک. رستوران ونک با خوراک‌های لذیذ ایرانی و با کیفیتی بسیار بالا آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. ونک همه روزه از ساعت 11 صبح تا 10 شب و جمعه و شنبه تا 12 شب پذیرای شما می باشد. آدرس آکلا ماریا همسگاتان شماره 24، شماره تماس 08-632-2099. کیفیت شعار ماست. ونک.se. مرکبی استاد دنتال. مرکبی استاد دنتال با مدیریت دکتر لیلا موسوی مقدم با بیش از 20 سال تجربه در امور دندانپزشکی مقدم هموطنان عزیز را گرامی می‌دارد. در کلینیک مجهز و مدرن مرکبی استاد دنتال شما از خدماتی نظیر درمان پوسیدگی، جرمگیری، کاشت دندان، عصب‌کشی، درمان بیماری‌های لثه، روکش دندان، ساخت دندان مصنوعی، سفید کردن دندان، دندانپزشکی کودکان و غیره بهره مند خواهید شد. جهت رزرو وقت لطفاً با شماره تلفن 52-52-57-20 تماس گرفته و یا از تارنمای markabi.stad.dental.se بازدید فرمایید و با مراجعه به ما مسواک برقی رایگان هدیه بگیرید. Look great and feel confident with a new smile. اجرای انواع پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی با پرسنلی با تجربه. www.ustabanna.com Ustabanna. شرکت خدماتی رنتورد. شرکت خدماتی رنتورد با پرسنلی مجرب و با خدماتی نظیر نظافت کلی و جزئی و جابجایی اسباب و اساسیه در خدمت شما هموطنان گرامی می باشد. شما حتی می توانید با خرید استاد پرسنت کوت عزیزان خود را نیز از خدمات پرسنل با تجربه ما بهره مند سازید. جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 070-994-7077 تماس بگیرید. شرکت خدماتی رنتورد. صرافی پارس، صرافی ایرانی در استکهلم با مجوز رسمی از فینانس اینسپکشن 07-333-33-16 و یا 07-333-33-17. ساعت کار ما 10 تا 18. صرافی پارس، صرافی مورد اطمینان شما برای انتقال پول شما در ایران و سوئد در اسرع وقت و به صورت قانونی در حساب بانکی شما. صرافی پارس واقع در آکلا سنتوم جنب آکلا داتا سیبیلوس گونگن 26B. صرافی پارس 07-333-33-16 و یا 07-333-33-17.
شرکت اسیستنس فرمدلینگن با سالها تجربه در زمینه پرسونلیگ اسیستنس به ویژه یاری رسانی به کودکان با پرسنلی مجرب و با تجربه آماده ارائه خدمات در زمینه پرسونلیگ اسیستنس به شما هموطنان گرامی می باشد. جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 0707-76-10-22 تماس گرفته و یا به آدرس اینترنتی www.3046.se مراجعه فرمایید. قربون دست تبلیغ خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار. ما در صندوق بیمه اجتماعی ورود شما را به سویدن خوش آمدید میگوییم. صندوق بیمه اجتماعی در مورد پرداخت یک مقدار بزرگ ایانه و غرامت را که شامل بیمه اجتماعی میگردد، به طور مثال برای خانواده های طفلدار، افراد مریض و ناتوان تصمیم میگیرد و میپردازد. برای خواندن و یا شنیدن معلومات بیشتر درباره مزایای مختلف به زبان های دیگر از جمله زبان دری، شما می توانید به این سایت مراجعه نمایید. forsikringskassan.se forsikringskassan.se. خب آقای فرانک عزیز، به استودیو برمیگردیم و دور زمانه بلوف ها و اس ام اس ها و تلفن های بلوف که هر موقع فرصت کردین یه ذره در مورد اینو برای ما صحبت کنیم. آقای فرانک عزیز، دقیقاً این کارو به زودی با معرفی یک اپ خواهیم کرد که خود ما این اپ تا به حال کلی منو نجات داده و تشکری هم کنیم از شنونده‌ای که زنگ زد و این یادآوری رو در رابطه با این اپ کرد که به زودی بهمون اشاره خواهیم کنم. اول یکی دو اشتباه کوچک رو اینجا، البته خیلی اشتباه بزرگ باید گفت اینجا تصدیق کنیم و اون این هست که باز هم تشکر از شنونده‌هایی که آگاهانه با ما تماس گرفتن. اولا یادآوری کنیم که نیکولا تسلا که من اینجا گفتم اشتباهی مجارستان، متولد منطقه است که همکنون اون رو به عنوان سربین میشناسیم و حتی فرودگاه بین‌المللی سربین در شهر بلگراد در سال 2006 اسمش رو عوض کردن به افتخار نام‌آور کشورشون و اسم این فرودگاه بلگراد همکنون از فرودگاه بین‌المللی نیکولا تسلا ایرپورت، بنابراین در رابطه با یوگسلاوی سابق که متعلق یوگسلاوی سابق بود و اون ناحیه امروز اون رو سربین میشناسیم. و اتومبیل تسلا هم در آمریکا به افتخار همین دانشمند این اسم رو به خودش گرفته و ما اینجا توضیح هم دادیم که یا بدیم که نیکولا تسلا در 10 جولای سال 1856 به دنیا اومد و کسی بود که پتنت یا پایه‌گذار علم alternate current بود که مهمترین انقلابی است که حتی همکنون تمام ترانسپورت و کامیکیشن برق جهان در میان دکل ها رو مدیون اون هستیم که همونطور که یادآوری کردیم در یک direct connect که ادیسون مخترع اون بود، جریان برق فقط از یک سو و از یک طرف حرکت میکنه و این اشکال خیلی بزرگ رو داره که نمیتونیم برق رو به مناطق طولانی و دور انتقال بدیم به دلیل اینکه اون باتری که این یا اون چارجری یا اون ترانسفورماتوری که این کارنت رو یا این جریان رو میفرسه وقتی که یه مقداری رفت، در فیزیک رابطی هست، در ریاضیات فاصله بین وقتی فاصله زیاد میشه همون مقدار از دست رفتن انرژی در و الکترون ها در موقع انتقال جریان باعث میشه که هر چقدر مسافت رو بیشتر میکنیم اون مقدار دینامو رو هم باید اون باتری هم زیادتر کنیم. یعنی به همین دلیل هستش که شما ای توجه بکنید مثلا باتری ماشین رو تا اونجا که میتونن به استارت ماشین نزدیک میذارن، چون هرچی این فاصله رو اگه زیادتر کنین کابل ها باید کلوفتر بشه و شما احساس کنین یه متر که میخواد کابل اون کلوفته بشه وای باره که به چندین کیلومتر بخواد اصلا غیر ممکن میشه. دقیقاً. و این موضوع رو هم بگیم که همینطوری که موضوعی که شما گفتید و برای که ادیسون بیاد این مشکل رو رفع کنه مجبور شده بود که در هر چند یکی دو سه دکلی که به جلو میرن، مثلا اگر میخوان برق رو از نیویورک به شهر دیگه انتقال بدن، هر چند دکلی که به جلو میرن باید دوباره یه دونه دستگاه بزرگ بذارن که این دوباره چیز کنه انرژی بده که این برق به جلو بده
بعد دو سه تا دکل دیگه دوباره همین کار. اما نیکولا تسلا اومد و پتنت و کاریو کرد که این جریان مرتبا عوض میشه، یعنی جریان برق میرو میاد میرو میاد و این باعث شده که دیگه احتیاجی نیست که اون دستگاه رو در وسط داشته باشیم و میتونیم کابل‌ها رو نازک‌تر انجام درست کنیم و مسافت رو چندین کیلومتر هم برق رو انتخاب بدیم بدون اینکه احتیاجی به گذاشتن دستگاه اکسترایی در سر راه باشه. که اینجا بود که ادیسون فهمید که اگر بخواد چیز کنه جلوی تسلا رو نگیره، تمام اینداستری و صنایعی رو که روی اون کار کرده سالها و اون جریان دایرکت کانکت هست رو از دست خواهد داد و هر کاری کرد که بتونه جلوی این مکانیزم رو بگیره و خلاصه کتاب‌ها و داستان‌های بیشماری در رابطه با این وقایع نوشته شده که یک روزی حالا اگر فرصتی بود بیشتر به اون اشاره خواهیم کرد. بریم به قسمت اپی که گفتیم و در رابطه با وقایعی که در چند هفته گذشته رخ داده و این بدتر و بدتر هم خواهد شد و اگر توجه نداشته باشید و اگر دقت نکنید این موضوع شما را هم دچار خودش خواهد کرد. ورود هکرها به مکانیزم‌های تلفنیست و عملکرد از طریق تلفن زدن و دزدی پولی یا اینکه حالا یا اسمسی رو جواب بدید یا یک سمتالی یا کالی رو جواب بدید و از شما پول بگیرن. ولی یکی از اپ‌هایی که بسیار بسیار کارش جالب است و بر اساس همکاری و همیاری دیگر افراد جامعه و گوش و کنار جهان است، اپی است به نام True Caller از کمپانی سوئدی و یکی از افراد این کمپانی هم که در این کمپانی نقشه بسیار بزرگی داره یک هموطن ایرانی است و این کمپانی امروزه یکی از به عنوان یکی از مهمترین و تاپترین کمپانی‌های کشور سوئد شناخته میشه و ارزش اون میلیاردها دلار چیز شده که این کمپانی با این اپی که درست کردن موفق شدن که بر اساس این اپ اینطوری است که من شما و هر کس که به شما زنگ میزنه وقتی که این اپ رو دارید این اپ خودش رو قرار میده در بالای پریوترینگ یا اون پرایوریتی اینکامینگ کالز یا اینکامینگ اسمس و وقتی که تلفنی زنگ میزنه این اپ باز میشه و به شما میگه که آیا این کسی که زنگ زده یک فروشنده است، این آقای آزادیه، این فرانک یا یک کسی دیگه یه، یا اینکه این تلفن نیست که از کشور سومالیا یا جای دیگه زده شده. ولی بر اساس این ساخته شده که اگر برای مثال به من 5 6 نفر از یه بار مثلا زنگ بزنن از یه شرکتی که میخوان یه جنسیو بفروشن، حالا من نمیخوام با اینا صحبت کنم، وقتی که به من زنگ میزنن این اپ، من میرم در این اپ و میگم که جلوی این سمتال رو بگیر و این رو چیز کن، آغازش میگم فارسی که بلوکه کن، نزال بس شد، بلاک کن و اینا فروشندن. و وقتی که همین شماره به شما هم بعدا زنگ میزنه، اگر شما هم این اپ رو داشته باشید، اپ به شما میگه، به شما میگه که با رنگ قرمز به شما نشون میده که این تلفنی که الان به شما داره زنگ میزنه 250 نفر یا 2000 نفر یا 10000 نفر تا به حال گفتن که این بلاک کردن و گفتن این فروشنده است. اون موقعی که شما این رنگ قرمز رو ببینید چیز این است که همون لحظه بلاک کنید که این شماره دیگه به شما زنگ نزنه و هر وقت هم که خواستید پشیمون بشید به اپ میرید و دوباره این رو باز میکنید. فقط یکی از ایرادهایی که من در اپ True Caller میبینم این است که شما میتونید از طریق این اپ برید و ببینید که چه افرادی به شما زنگ زدن و کیا بودن که به شما زنگ زدن. و وقتی که شما برید این رو سرچ کنید، مثلا من میبینم که آقای آزادی به من تلفن زده، بعد ولی من نمیدونم که آقای آزادی، میرم شماره رو نگاه میکنم و میبینم که این نوید آزادی بود که من زنگ زده. بعد اپ True Caller برای آقای آزادی یک ایمیل میفرسته، میگه که یک شخصی اسم شما رو سرچ کرده، اینجا کلیک کنید که ببینید این شخص چه کسی بوده. خب این چیشیش بده؟ خب اشکال کار اینه که خیلی وقتا من شما و خیلی ها نمیخواییم که بدونیم که کسی اومده و شما رو سرچ کرده یا شما رو دنبالتون گشته. مثال دیگه این است که مثل فیسبوک، خیلی وقتا که شما میرید در فیسبوک و دنبال اسم شخص یا دوستی میگردید، این مثل این است که فیسبوک یه لیست بذاره بگه که الان
از اینجا و اینجا و از اونجا یه نفر رفته و دنبال شما گشته که این مکانیزم رو در فیسبوک نداریم. بنابراین وقتی که میرید و اسم کسی رو سرچ میکنید و شخصی رو سرچ میکنید، ممکنه خیلی وقتا از این اپ استفاده میشه برای پیدا کردن و سرچ کردن پسرها دنبال دخترها میگردن، یا دنبال دخترها دنبال پسره میگردن ببینن این کی بود زنگ زد، یا شرکتی دنبال کارمندا میگرده یا غیره غیره. برای همه یه مسیج میره و اونجا نشون داده میشه که یک کسی با شما رو سرچ کرده. این اپ همینجوری آپدیت میشه، بهتر بهتر میشه و میشه گفت تلفن کاتالوگ تمام سوئد رو، تلفنایی که محرمانه نیست رو در اون داریم، تلفن کاتالوگ چندین کشور دیگه همینطوری داره به این اضافه میشه. حتی کسی که از آمریکا زنگ میزنه نه فقط شماره رو میبینید، بلکه در خیلی از موارد اسم و مشخصات کسی که زنگ زده رو میبینید. و اپیس بسیار جالب که در اینجور موارد همکنون میتونید باش مسیج بفرستید، میتونید اسمس بفرستید، میتونید دفالت اسمس فرستاده شدن و گرفتن اسمس های تلفنتون رو با ترو کالر بذارید و رقابت رو شروع کرده با، بنابراین با سیستم های اسمس تلفن معمولی، با سیستم های مسنجر، با سیستم های واتس آپ و غیره و غیره که اطلاعات و آگاهی به مراتب بهتر و دقیق تری از افرادی میده که با شما در تماس هستند. بله، این از این اپ که امروزه به خصوص در این وضعیت True Color. بله خیلی خیلی استفاده میشه این اپ. یه ذره باید با این اپ آشنا باشید. یه مسئله دیگه این است که وقتی که روی اسم افراد میخواید بزنید، اگر یه ذره انگشتتون رو جایی غلط بزنید، شروع میکنه تلفن زدن به اون شخص. یعنی جلوی اسم هر شخص یه دونه آی هست، اگر آی رو بزنید اطلاعات اون شخص میاد که بعدم برای اون شخص فرستاده میشه که یه نفر سرچ کرده. و اگر یه ذره این ورتر روی اسم بزنید، بدون اینکه بپرسه شروع میکنه تلفن زدن. یه ذره از این اشکالات هم داره که باید مواظب باشید، ولی برای اینکه ببینید چه کسی زنگ زد و بلاک کنید افرادی رو که نمیخواید، به مراتب اپیس جالب و رکومند میکنیم. یکی از دوستان نوشتن که من سالهاست از این اپ دارم استفاده میکنم و خیلی هم اپ خوبی هست، با تشکر از شما. بله بله، اینم از این. پس میریم. یه دوست دیگه هم هست، میگن یک اپ دیگه هم هست به نام ترو دیالر. ترو دایلر. دایلر، بذارت میخوام. بله، ولی خب ترو کالر چون کمپانیست که بسیار معتبر و یک هموطن ایرانی هم داریم که اینوستور هستن و پول گذاشتن و سالهاست کارشون این است و جز اولین اپ هایی بود که به مارکت اومد و چندین اینوستور قوی هم در این کمپانی داریم و رده بندی کردن این کمپانی رو به عنوان یکی از بزرگترین ها. اگر یه روزی به بازار بورس بیاد، استاک این کمپانی از این استاک هایی خواهد بود که به شدت بالا خواهد رفت، به خاطر اینکه هرچی که بدهگری و غارتگری و این کلاهبرداری اینترنتی بیشتر میشه، اینجور مارکت های اینجور اپ ها قوی تر و بهتر میشه و بیشتر پیشرفت میکنن. بله خب بریم سراغ 1001. بریم سراغ 1001 واقعه علمی و باور نکردنی که من اینجا ببینم که در اولا در فیسبوک کتاب دانش یکی دو فیلم رو گذاشتیم براتون. یکی از فیلم ها در رابطه با چیز هست، در رابطه با که معرفی قوی ترین هلیکوپتر ارتش آمریکا که کافیست این فیلم ها رو ببینید و حیرت زده بشید که آقا زاده این هلیکوپتر چگونه میاد و چگونه چیزها رو حمل و نقل میکنه و که باور نکردنیست که این رو در فیسبوک داریم که شخصیست که یکی از گویا افسران هوایی یا دریایی نیروی آمریکاست که به هر حال دسترسی داره به اینجور فیلم گرفتن ها و اینترنت و یوتیوب رو هم مدیون هستیم که تونستیم چیز کنیم که یک همچین فیلم هایی رو بتونیم داشته باشیم که با یک موبایل تلفن بتونید برید به پشت سکان قوی ترین و نیرومندترین هلیکوپترهای ارتش آمریکا و عملیات تست و سوختگیری رو در هوا ببینید که چه هلیکوپتری درست کردن و آغازی چه کارهایی میکنه که بله. و اگر هم که به جلوتر برین میبینید که چگونه جیپ ها و توپ ها و تانک ها رو هم به راحتی
هم بلند میکنه و هم میکنه و این ور اون ور میبره و معرفی بسیار بسیار جالب از رزمایش ها و تمرین های نیروی هوایی ارتش آمریکا. بله اینم از این. بله میبینیم چه موتورهایی هم داره. بله و فیلم دیگری رو هم آقای زادی یه ذره پایین‌تر داریم و اون ورود به عرصه کاملا جدید در پروداکشن لاین کمپانی BMW هست که در آلمان شروع شد و این رو هم اکنون به چین هم بردن و اون این هست که تا به حال لیازاری لطف کنید فیلم بعدی رو هم ببینیم که به کارخونه پروداکشن لاین جدیدترین مدل BMW میریم در کشور چین که کارمندا و کارگرها تا به حال هم اکنون میدونید که اینها وقتی که میان اجناس رو حمل کنن یا نه حمل و نقل کنن یا کاری کنن از دستگاهی مخصوص استفاده میکنن که این کمرشون آسیب نبینه و این حمل و نقل به راحتی انجام شه. اما در اول ماه می پس از تست کردن مدلی از 7 روباتیک فوت سیستم، سیستمی است که به شما به باسنتون و پاها و زانواتون میبندید و کارش این است که قدرت حمل و نقل شما رو چندین کیلو بالا میبره، به اضافه این که موقعی که میخواید یک جنسی رو بذارید زمین شبیه یک صندلی میشه و اون چیز مثل اون فیلم الینز که بله، دو تا درخت نشست توی یه دونه آدم آهنی دقیقاً داره. درست، یعنی کارمندهای کمپانی BMW شبیه آقای زادی ربات شدن وقتی که این رو به پاشون بستن، یه میشه گفت یه دونه چیز اکسترا، انگار یک دست دست غیبه، چی میگن کاملا درست پای غیبی چیزی هست اونجا که خلاصه کمک میکنه و این فیلم های باور نکردنی رو ببینید که چگونه روباتیزه شدن این کمپانی و خط تولید جدیدترین این BMW و کمپانی که فیلم های استثنایی است حتما ببینید و حتی افتتاحیه مدل جدید سری 8 این اتومبیل که آقا دادی شما این فیلم رو گذاشتید کارخونه نیست ولی خب به حال نشون دهنده مدل جدید این اتومبیل هست که به زودی به بازار خواهد آمد. مشکل هم هست حالا از همه که واقعا شبیه تسلا درست کرده. این سری سه تسلا مثل که نمیدونم اینا نیومدن هنوز بیرون، مثل که یه مقداری در ساخته یعنی در کارشون تو کارخونهشون یه مقدار اشکال پیدا کردن، درسته؟ نه در حال بیرون اومدن است. اما امروز اگر وقت کنیم یک خبر باور نکردنی براتون داریم از افشا شدن یک اخبار یا درج شدن اخبار تحقیقات 3 ساله اداره چیز میلیو چی میگن به فارسی این میلیو ورکت و ترافیک ورکت سوئد که آقا شما دارید اون ربات‌ها رو نشون میدید در چیز درسته؟ بله آها اینم خیلی جالبه. اولا فیلمی رو که دارید مشاهده می‌کنید در رابطه با جدیدترین ربات‌های کمپانی BMW هست که اول یک تکنسین میشینه و به ربات یاد میده که در اتومبیل کجاست، لاستیک اتومبیل کجاست و این ربات با عکس‌برداری و با تنظیم و با حساب کردن مقیاس عکس اتومبیل رو که بیرون هست رو ویژوالایز میکنه در کامپیوتر و بنابراین این برنامه رو بعد به خط تولید میدن و ربات ها دقیقاً بنابراین میدونن که در کجاست، پنجره کجاست، زاویه های در چگونه است، مقدار زاویه لاستیک چقدر هست، نمیدونم طول اتومبیل چقدر هست، سقف کجاست، در کجاست، اینا کجاست و همه رو همینطور که میبینید اول اسکن میکنن از یه چیز معمولی به کامپیوتر و بعد این ویژوالایز میشه و در ماتماتیکال مدلینگ این به یک سیستم 3D تبدیل میشه و بنابراین ربات دیگه میدونه که اگر سوالتون این هست که خیلی وقتا سوال میاد که ربات از کجا میدونه که الان دارم نمیدونم این پیچو میبندم و یا اینجا قرار گرفتم، این از این طریق انجام میشه که در این فیلم ها میبینید ورودی به مدرن ترین خط تولید
اتومبیل سازی های جهان. ببینم الان اینو BMW رو بردن تو چین یا چینی ها رو بردن تو BMW؟ نه BMW یک خط تولید داره برای مارکت چین که گرونترین مدل ها رو در اونجا می سازن، به خاطر اینکه مارکتی است که چقدر ربات داره کار میکنه. بله همه چیز رباتیزه شده و حتی انسان ها هم که کار میکنن به کمر و به باسن و به پاهاشون ربات وصل میکنن که استثنایی است که این و این آه. اولین بار است که دوربین ها به وارد میشن به مدرن ترین صنایع اتومبیل سازی جهان و که با استثنایی است که امیدوارم که من دارم دنبال اون عکس آدما میگردم. یه ذره که بریم جلوتر میبینیم که چگونه به چیز بله خلاصه این فیلم ها رو ببینید و ببینید که اینها کجا هستند و برای همین است که بعد چقدر آقای جالبه که چینی ها با اینکه این اتومبیل در اونجا تولید شده اینها اینجا آقای به پاشه ببینید دقیقاً همونطور که میبینید چقدر کوچیکه ولی آره و میتونه وزن بسیار بیشتری و هر جا بخواد میشینه دقیقاً و هر جا بخواد میشینید و کمرتون آسیب نمیبینه و بنابراین این هم از وقایعی و به این میگن کارخونه اتومبیل سازی مال شرکت نونی که مال کمپانی نونی بله NOONEE بله نونی واقعا که استثنایی است. برمیگردیم به سوئد و این بار ورود به عرصه کاملا جدید در تکنولوژی و ثبت کمپانی که از همکنون از کشور تایوان، فرانسه، ژاپن، ایتالیا تقاضای خرید این سیستم اومده و اون این هست که پس از مدت 5 سال دانشمندان دانشگاه لولیو در شمال سوئد موفق به دیزاین و طراحی و کسب پتنت نوعی از بالگرد شدن یا درون. آقا زدی پهباده یا بالگرد پهباد. یا بالگرد میشه هلیکوپتر. پهباد هست که در میدونید که در سوئد یکی از اشکالاتی که هم در سوئد هست هم در دانمارک، فرانسه، آلمان و ژاپن و غیره این است که این پره های بادی رو که در دریا و در خشکی و در همه جا میذارن هر چند هفته یا ماه یا چند وقتی یک بار یک اینسپکشنی یا یک اینسپکتوری باید بره از این دکل رو باید معمولا این پره بادی خیلی بزرگ رو باید خاموش کنن، بعد یک مهندسی رو یک متخصصی رو از اون که لوله‌ای که داره بفرستن بالا که بره اونجا چک کنه ببینه ترکی بسته نشده یا پیچی باز نشده یا اشکالی نیست، بعد دوباره بیاد پایین و در خیلی از موارد اصلا این کار غیر امکان پذیره به خاطر اینکه اون دکلی که مثلا حالا تو جنگل یا در وسط اقیانوس یا هر جایی هست بسیار کار پیچیده و مشکلی است. اما کمپانی جدید ثبت شده واید فایند که بر اساس تحقیقات دانشمندان دانشگاه لولیو در شمال سوئد انجام شده این است که پهباد یا درونی رو دیزاین کردند که این درون با داشتن و مجهز بودن به دوربین های سه‌بعدی 4K یعنی 4 برابر بهتر از های دفینیشن پرواز میکنه، به بالای این چیز میره، به بالای این پرده بادی میره و از نزدیک با کوالیته فوق العاده عالی که حتی بهتر از دیدن آقا زاد یک چشم معمولی است فیلم برداری و عکس برداری میکنه و اینسپکشن میکنه و کنترل میکنه این پهباد رو و تصاویر رو لایف به صورت کاملا زنده میفرسته برای یک کنترلی به روی زمین یا به یه جای دیگه بدون احتیاج داشتن به اینکه یه نفر رو آقا زادی بفرستن که بره اون بالا اون رو باید خاموش کنن، بعد این کارمند یا کارگر باید بره از اون بالا بعد با دوربین و اینا اونجا بشینه نگاه کنه عکس برداری کنه، تمام این مسائل رو این درون حل میکنه. و وقتی که تست کردن در 2 سال پیش اومدن و دیدن که متاسفانه این درون که به وسیله GPS کار میکرد وقتی که میره بالا و از پره ها در حال چرخیدن هست عکس بگیره GPS با به دلیل اینکه 2-3 متر اشکال اختلاف غلط داره در خیلی از موارد این درونه خیلی میرفت نزدیک و میخورد به پره این چیز و منهده میشد. این باعث شد که دانشمندان این دانشگاه بشینن و به مدت 2 سال به روی یک فرستنده و گیرنده جدیدی کار کنن که با اختلاف میلیمتری کار میکنه. برابر این میرن در کنار در از این به بعد
و هر وقت میخوان یک دکل جدید رو اینستال کنن، در بیرون اون دکل یک فرستنده کوچیکی رو قرار میدن که وقتی که این پهباد میره از این به بعد که این دوره این پره رو بچرخه و عکس برداری و فیلم برداری کنه، به جای اینکه از طریق جی پی اس مسیر حرکت و محل بودن خودش رو انتخاب کنه، با این فرستنده‌ای که روی زمین کار میکنه و با خلاف میلیمتری میتونه بره نزدیک و عقب جلو کنه و از این پره عکس برداری کنه. و با کمپانی وایند فاین که بر اساس این تکنیک و دانش ثبت شده، در هفته گذشته از ژاپن تماس گرفتن و گفتن که همین مکانیزم این پهپادها رو بیارید، میخوایم از صدهامون فیلم برداری کنیم. بعد از فرانسه زنگ زدن گفتن بیاید، ما دکل‌های برق رو داریم که هر هفته چند ماه یه نفر باید بره اون از سیم برق بره بالا اون دکل‌ها رو چید. تو را به جانم اصلا این کمپانی کجاست، کی هستین، به فریاد ما برسین. و برابر این ورود به عرصه کاملا جدید. آقای فرانی یه سوال دارم من که این بعض وقتا مغز من یه ذره قاطی میکنه. ببینم، این وقتی یه جی پی اس سیگنالی از یک ماهواره پایین میاد، خب چند تا انهیت در آن واحد میتونن ازش استفاده کنن؟ بله، چه سوال عالی کردید. اولا ما خیلی مغزی زر من قاطی کردم که این چجوری کار میکنه. دقیقاً ما دقیقاً این سوال رو بعداً پاسخ خواهیم داد، به خاطر اینکه تعداد ساتلایت های جی پی اسی که کارشون گلوبال پوزیشنینگ سیستم هست که در اطراف کره زمین در حال چرخش هستن، تعدادی هم مشخص، مسیر مشخص، ارتفاع مشخص، کار مشخص، ولی تعداد چیز دیوایس هایی که میتونن لایف با اینها برقرار باشن در اصل میشه گفت هیچ چیزی نداریم در همکنون، هیچ گونه گرنسی یا مرزی برای اینکه این کار کنیم نداریم. اما این مکانیزم همینجوری بهتر بهتر میشه، دقیق تر میشه. و در رابطه با این مکانیزم جی پی اس میریم، بنابراین حالا یه روزی دقیقاً این رو توضیح خواهیم داد. ولی حالا که از جی پی اس صحبت کردیم و گفتیم که دستگاه و این سوال کرد آغازی، میریم به معرفی یک اپ و یک واقعه باور نکردنی که استفاده میکنه از جی پی اس. و اون این است که بپریم به روی این خبر و ببینیم که چه واقعی رخ داده. بله، این بله اپید. اولا داستان از اینجا شروع میشه که یک آمریکایی که در آمریکا زندگی کرده پرواز میکنه از مینیسوتا و میاد به انگلستان و تعطیلات، و این شخص زمینشناسی بوده و در دانشگاه مینیسوتا به عنوان زمینشناس کار میکرده. و وقتی که میاد به انگلستان، همیشه مثل من، مثل شما و خیلی های دیگه حیرت زده بوده و همیشه میخواسته بدونه که الان که من در هواپیما نشستم دارم از بالای یک مسیر عبور میکنم، دقیقاً کجا هستم الان زیر پای من از پنجره. آقای زدین سوال برای شما پیش نمیاد وقتی که دارید پرواز میکنید؟ درسته هواپیما میگه الان کجایید، ولی پایین که نگاه میکنید میخواد ببینید همیشه یه دونه دقیقاً این کجایید. من یه جی پی اس دارم همیشه اون رو روشن میذارم. آقا اجازه این پولدارای مایی که دانشجو هستیم، نه جی پی اس، نه هواپیمایی، نه بلیتی. من یه علاقه دارم که همیشه چیز میگم تو، همیشه هم این مهماندارا میان یه ذره چپ چپ نگاه میکنم ولی چیز نمیگم. حالا خیلی اتفاقا خیلی مسئله جالبی گفتید. بعد آقا زدی تو پرواز معمولی کار میکنه مال شما؟ بله بله، مشکلی نداره. چون دقیقاً، چون وقتی که من مطلب به رسم رسید و اینو مطالعه می‌کردم، چون من با موبایل خودم که یک آیفون 8 هست تست کرده بودم، این جی پی اس هم مسئله داره و درست کار نمی‌کنه. گفتم شاید پس من مطلب رو می‌خونم، پس شما تایید بله کردید که این واقعاً بله انجام پذیر است. بله بله، این آمریکایی میاد و به این فکر فرو میره که من چه کار کنم که دقیقاً بدونم الان در زیر پای من کجاست. میاد آمریکا، برمیگرده و میشینه به مدت یک سال و نیم روی یک اپی کار میکنه و اسم این اپ رو میذاره Fly Over Country. اپ Fly Over Country اپیست که مجانی اون رو به روی آیفون یا موبایل اندرویدتون دانلود میکنید و وقتی که سوار هواپیما شدید و پرواز کردید، اپ رو که روشن کردید، به دلیل اینکه اولا این اپ هم با وایفی کار میکنه و هم بدون وایفی، و چون در خیلی از پروازها وایفی وجود نداره، بر اساس جی پی اس تلفن کار میکنه و دقیقاً بنابراین موبایلتون روشن میکنید، اپ رو روشن میکنید، وارد اپ میشید و این اپ به شما رو کانکت میکنه به سیستمی که این دلاور خردمند آمریکایی دیزاین کرده، شما رو وصل میکنه به یک
چیز به یک نقشه‌ای که اون نقشه دقیقاً ثانیه به ثانیه و متر به متر محل عبور هواپیما رو به شما میگه که الان درست در زیر هواپیما کجا هستید. بعدم که در خیلی جاها اگه مثلا حالا یا موزه‌ای هست یا یک محل دیدنی هست یا یک مکان مهمی هست، یه شماره هم اونجا هست که اون رو بزنید وصل میشه به ویکی‌پدیا و اطلاعات راجع به اون شهر و اون مکان و اون جایی هم که ازش عبور میکنید رو به شما دقیقاً میتونه بگه. و جالبی این اپ این است که وقتی که این شخص این رو دیزاین کرد، دید که با وای فای درست کار نمیکنه، این رو بر اساس جی پی اس درست کرده، ولی من بعد فکر کردم که چون جی پی اس من درست کار نمیکنه که معلوم شد بنابراین بله. پس اگه تلفن خوبی داشته باشی جی پی اس بدون مشکل بله. در پرواز کار میکنه. بسته اولاً یه مسئله هم که هست، بعد بغل پنجره نشسته باشید، خیلی مهمه. بله. و بعد از اون قدیما یعنی بعضی وقتا فرق میکرد قسمت چپ هواپیما نشستین یا بر راست داریم میایین به طرف سوئد یا داریم میرین از سوئد، میدونی بچه. ولی الان اگه که بغل پنجره نشسته باشین کاملا همین هم آیفون کار میکنه هم آیپد. پس این اپ رو دانلود کنید به صورت کاملا مجانی و فلای اوور کانتری که این شخص این رو به صورت مجانی در اختیار شما گذاشته که بدونید در کجا هستید وقتی که پرواز میکنید. فلای اوور رو روی هم مینویسید، کانتری هم که جداگونه فلای اوور کانتری نوشش. بح بح بح. این فقط تو آمریکا کار میکنه؟ فعلا شروع کردن در آمریکا، ولی نه باید معمولا جای دیگه هم کار کنه، فکر میکنم مشکلی باشه. خاله میذارم چرا به شما میگه که نمیشه؟ نه نمیدونم، حالا زدم بیاد. نه چون دیدم عکس کشور آمریکا رو گذاشته متعجم. گفتم شاید به خاطر اونه. بله بله. آیا اولا ما میتونیم شنونده رو فکر کنم وقتش هست که روی خط بیاریم و در میان اینکه اگر شنونده ای سوال و مطلبی داره با ما در میون بذاره و نظری و یا پیشنهادی یا اپی چیزی برای دیگران، بسیار عالی. شماره هامون آقای زادی گفتید، اتفاقا خیلی فکر خوبیه که هر هفته میتونیم عزیزانی که یک اپی رو آزمایش کردن و میدونن به درد زندگی روزمره آدم میخوره مثلا آدم میتونه استفاده کنه. باریکالو. بله خب آقا نخه دقیقا اومد رو سوئد. به به به. پس بله شنده رو 2398 درود بر شما، بفهمید خواهش میکنم. نمیدونم سلام خسته نباشید. قربان شما جانم عزیزم. درود به شما. سوال داشتم قربان شما، مرسی. اول آن سلام میخواستم بهتون بگم که این اپ تروکال این شماره ایران هم میده زمانی. بح بح بح. آره تلفونایی که البته آبونمانگه ها، نه این که این اعتباری ها، نه 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 تلفونایی که ثبت مخابراته اسمای اونا رو هم میده، به من زنگ میزنن میاد اسمای. عالی عالی پسه عالی. آره این یک دو آی فرم. من یه سامسونگ گالکسی S6 دارم. بله. بعد این سیم کارت توش نیست، هر وقت میبرم ایران استفاده میکنم سیم کارت ایرانه، ولی اینجا مثلا وصل میکنم به وای فای، خب از واتساپ و این چیزا استفاده بله. میکنم با اون شماره. این زمانی که من وصل میکنم به وای فای تلفنو 3-4 ساعته باتریش تموم میشه، اصلا دستم بهش نمیزنم و همینجوری رو میزه، ولی وای فای قطع میکنم 3 روز این باتری میمونه، هیچ همش 95% 90. ولی به مجردی که وای فای باز میکنم 4-5 ساعته تموم میشه، خاموش میشه. بله. سوال بسیار خوبی که اولا در رابطه با سوال قبلی این مطلب قبلی تروکالر یادآوری کنیم که تروکالر کانکت میکنه شما رو به کانتکت لیستتون و برای همین است که نشون میده که چه کسی به شما زنگ زده این از این و شماره هم که در کانتکت لیستتون من کسایی دارم که تو کانتکت لیستم نیست ولی اسمشون میاد. بله بعد با خیلی از کشورام کار میکنن، با خیلی از شرکت‌های مخابراتی کار میکنن و هر روز بهتر بهتر میشه این از این. در رابطه با مطلب دوم که اشاره کردید، این اشکالی است که خیلی آشنا هستیم باش و در زمینه جی پی اس موبایل هم این اشکال هست. شما کاری که باید کنید این است که حتما باید این از کانتکتاتون و از مطالبی که در موبایل هست یک بکاپ بگیرید، موبایل رو ریسیت کنید با حالت فابریکیشن چیز برگردونید و بعد هم با اپ سامسونگ کیز حتما آپدیت کنید به لیتست ادیشن آف اندروید این اپ رو، این تلفن رو. آخریش خیلی سخته، متوجه شما انگلیسی میگه فرانکزی، برید آپدیت کنین آخرین ورشنایی که هست رو بیارید. بله شما در روی کامپیوتر برنامه سامسونگ کیز رو دانلود میکنید در رابطه با موبایلتون، تلفن رو اگر بخواید هم میتونید، البته معمولا باید بتونید از طریق وای فای هم این رو آپدیت کنید، مشکلی نیست، ولی برای اینکه حالا یه بکاپی هم بگیرید و این کارام کرده باشید
از اون طریق برید و لیتست ادیشن و آخرین ورشن اپلیکیشن رو دانلود کنید. به احتمال بسیار زیاد باید این موضوع رو حل کنه. اگر نه، اون موقع مسئله ای هست در این موبایل که باید به محلی که خریدید مراجعه کنید و این رو در رابطه با گارانتی این مسئله رو حل کنید. ولی ریستور بشه. بله، ریستور و آپدیت و چیز شدن به آخرین ورشن. اوکی، حالا من این کارو انجام میدم. حتما این کارو انجام بدید و با ما در تماس باشید و یادآوری هم کنیم که قبل از اینکه این تست رو انجام بدید همه چیزهای دیگر رو هم خاموش کنید و فقط وای فای روشن بذارید و اپ دیگه ای روشن نباشه. این خیلی مهمه. به اون لیست، به دگمه پایین روی دیسپلی. نه، من همه رو میبندم. میدونم منظورت چیه. میدونید که هیچ چی روشن نباشه که مطمئن باشیم این مسئله مال اون هست. فقط ما رو وای فای، من همه رو میبندم. پرفکت پرفکت. جی پی اس همه رو ببندید و حتما به ما جواب خبر بدید دوباره. اوکی، حتما. سپاسگزارم. خوب باشید. خواهش می‌کنم. آی فرانک، من الان یه چیزی متوجه، من این برنامه تروکالر رو در تلفنم دارم. بله. ولی اصلا هیچ وقت هیچ مدلانده ای برای من نمیاد، مثلا نمیومد صفحه جلو اینو. کار خاصی باید بکنم؟ مثلا باید باید برید و اکتیویت کنید و به اپ بگید که تو جایگزین کن خودت رو به عنوان گیرنده پیام های من کجا برم و تماس های من. این کار رو در اپ، در اپ تروکالر انجام میدید. اوکی. 2398 بفرمایید. خواهش میکنم. قربان شما جانم عزیزم، بفرمایید. درود به شما. عرضم بزرگتون که این چون ما محدودیت یه خط تلفنی داریم، لطفاً هر کی سوال میپرسه قطع کنه، بعد از رادیو بشنوه که بقیه بتونن زنگ بزنن. بله، حتماً کار خواهیم کرد. بله، سپاسگزارم. دومین در سوال اینه که آقا ما یه آیفون 6 داریم، این مردی شده واس خودش، مثلا وقتی که ما شبیم خوابیدیم خودش میره وبگردی، مسیج میده، تلفن میزنه واس خودش، بعدن تو همه اپا میره، خود به خود باز میکنه، میبنده، تکس میده، زنگ میزنه و من چند بار باید اینو هی خاموشش کنم، هی استارت اومش کنم تا مثلا یه دو روز خوبه و دوباره این آقا دوباره فیلش یاد نسو میکنه. هرچی دختره واسه ما مسیج میده آقا چیکار کنم. یعنی بعد مسیج که میفرسته چی میفرسته؟ همینطوری تکس میده، مثلا رو آ، رو بی، رو ر فارسی و بی فارسی، نه رو آر انگلیسی و بی انگلیسی، همینطور پشت سر هم تکس میده، گیر میکنه و همینجوری مینویسه. اوکی اوکی اوکی. آقای فرانک چیکار کنم؟ شما گفتید یک آیفون 6S هست؟ نه، پلوس. آه، شیشه. اوکی، برای آیفون 6 پلوس. اوکی، شما میتونید از قبل از قطع کنید یک سال، آیا شما میدونید که با اپل آیدی چه کسی در این موبایل لاگین هست؟ مال خودم. آیا مطمئنید که شما رفتید ببینید که اپل آیدی شما اونجا هست؟ بله. آیا شما به غیر از این موبایل دیگه یا دستگاه انهت دیگه از اپل دارید؟ داشتم، ولی خب اونا رو همه رو پاک کردم اطلاعات ما ازش. بله، ولی شما اپل آیدی شما رو هیچ دستگاه دیگه اپلی وجود نداره؟ وجود نداره، نه. بله، خب شما میتونید گوشه بذارید از رادیو، ما سعی میکنیم جواب بدیم به شما. متشکرم. اولین کاری که رکامند میکنیم به شما این است که شما باید برید به سایت اپل در قسمت ساپورت اپل آیدی و ایمیلتون رو که همانا اپل آیدی خودتون هست رو عوض کنید به یک ایمیل دیگه. بعد باید از موبایلتون یک بکاپ بگیرید، بعد لاگ آوت میکنید و با اپل آیدی جدید وارد این موبایل میشید و در موقع چیز شدن، لاگ آوت کردن از اپل آیدی، وقتی که موبایل میپرسه که با کانتکت ها و با این متریال و عکس هایی که در موبایل هست چه کار میخواهید کنید، شما انتخاب میکنید که میخوام اینها رو سیو کنم در موبایلم و قبل از اینکه میکار کنید یک بکاپ کامل مطمئن باشید که گرفتید از همه چیز قبل از اینکه اپل آیدیتون رو عوض کنید و بیاید بیرون. آپشن شماره دو این است که به جای که مستقیم یک اپل آیدی جدید درست کنید و این کار انجام بدید، به صورت موقت با اپل آیدی یک نفر دیگه، همسرتون یا دوستتون یا خودتون، یک اپل آیدی جدید درست میکنید، از اون طریق وارد میشید و اون موقع همین تست رو انجام میدید. ولی معمولا با
پس از اینکه این کار ریست کردید و با میل دقیقاً کاملا ریست کنید، تمیزا رو وردارید، پاک کنید، اون موقع این مسئله حل خواهد شد. البته من یه چیزی واسهتون بگم، من یه همکاری دارم، یه دونه همون آیفون 6 پلاس داره، یعنی در واقع دو تا داره. بله. این آیفون رو تا حالا 5 دفعه عوض کرده، یعنی برده در اپ استور عوض کرده، نو بهش دادن. آیفون وقتی میاد چند روز که میگذره دستشو قسمت تیکه بالایی که اونجایی که گوشی هست میذاره، یه ذره فشار میده، شروع میکنه فیلم را کردن، چشمک زدن این آیفون. بله بله. و حالا این دفعه دو رفته دیگه، گفته آقا من نمیخوام، باید یه جاش یه دونه 7 بهم بدی. ولی متاسفانه نمیدونم چرا این شیشای پلاس یه مقداری اشکالای اینجوری پیدا میکنن، در اشکال کنتاکت پیدا. من پیشنهاد میکنم اگر که این دوست ما این کارو انجام داد و درست نشود، یعنی ریست کرد درست نشود، حتما به تبی بره، به اپ استور بره و در اونجا با اینا صحبت بکنه و به اینا مطمئنا این تلفن رو عوض خواهند کرد. بله. و از اپل اسپوردیم و از آیفون و یادآوری کنیم که شروع کردیم خیلی الان، من فقط سر بدم شاندیو خط داریم، یادآوری کنیم که الان جون، جولای، آگست، 3 ماه بیشتر نمونده، 2 ماه و نیم به مهمترین و گرونترین و most چیز اپل پرزنتیشن 10 سالگیشه دیگه. بله، سالگرد 10 سالگی تولد کمپانی چیز پروداکت آیفون رو داریم و در ماه سپتامبر معرفی به احتمال زیاد آیفون شاید 10 یا پرو یا 8 هر چیزی ممکنه باشه و باید انقلابی کنه اپل. یکی از بدترین و بیشترین فشارها رو در تاریخ داریم به روی کمپانی اپل که پروداکت رو به مارکت بده، چون همکنون از لحاظ تکنولوژی در مقایسه با تلفن‌های هوایی، در مقایسه با تلفن‌های سامسونگ، از لحاظ تکنولوژی اپل در مقام 6 و 7 لیست قرار گرفته. حالا باید من حالا یه گزارشی خوندم خدایش نوشته بود که آیفون به حدی رسیده که دیگه چیز کاملتری نمیتونه بده بیرون، انقدر این تلفن مثلا کامل هست. حالا باید ببینن که آیا تکنولوژی جدیدی میتونن دقیقاً توش کارهایی که سامسونگ در موبایلش کرده استثنایی و باورنکردنی، سیستم های کامرا، سیستم های ناویگیشن، عکس برداری، صدا، کوالتی، همه اصلا همه چیز عوض شده، تلفنش کاملا جدید، باتری، همه چیز. و باید دید که آیفون آتیش میتونه آیفون یه دوستی نوشتن الان دیگه سامسونگ کیز دیگه کار نمیکنه و سمارت کانکت استفاده میکنه. دقیقاً درسته. پس به جای همون سامسونگ کیز، سمارت کانکت اسم اپ رو عوض کردن به سمارت کانکت. دقیقاً. بسیار چقدر عالیه که شنوندگان آگاه که زنگ میزنن و سمارت کانکت اسم مکانیزم جدید است برای تلفن های جدید سامسونگ. 2398 بفرمایید، بر روی خط هستید شما دوست عزیز ما، بفرمایید. سلام. جانم بفرمایید. خواهش شما. سلام عرض کردم، کیوان هستم از فنلاند. حال شما؟ حال شما خواهش من مای فرمایید. خوش آمدید قربان. بله خیلی ممنون. من قبلا هم به شما زنگ زده بودم پارسال پیارسال که خیلی از برنامه هاتون تشکر میکنم. خواهش میکنم، لطف میکنین که با ما هست. زنگ میزنم 6-7 سوال دارم. بفرمایید خواهش میکنم، سوالاتون دونه دونه بگین جواب بدین بریم جلو. اول ما یه سوال کنیم، کجای فنلاند هستین؟ وسط فنلاند، یوواسکوله. یوواسکوله که شهری است دانشجویی، درسته؟ بله، دانشگاه بزرگی داره از آموزش پرورش و شهر بسیار قشنگ ولی سرده، همین الان داره برف میاد. آقا پاشیم بیاین سکول بارون میاد، بهتره حداقل از برف بهتره. در خدمتتون هستیم. خب سوالاتونو بفرمایید. یه سوال دیگه، وقتی میگیم کیتوس یا هیوایلتا گرومش درسته یا من گروم؟ کیتوس یعنی خیلی ممنون، هیوایلتا یعنی بعد از ظهر خوبی داشته بود. آها خب بفرمایید خشم سوالاتتونو. خلاصه در خدمتیم آقای فرنگ، اگه سوالای دیگه هم باشه میتونم من جواب بدم. بح بح بح، بفرمایید. خیلی خوشحالیم که با شما در تماس هستیم. چه جالب که سوال اولی که من دارم خیلی برام مهمه. میخوام، من 3-4 آیفون دارم که میخوام این شماره تلفن ها رو همه رو بیزم روی یکیش از این آیفون ها، بس هیچ کدوم از این آیفون ها با هم دیگه اونجوری کنکت نیستن توی چی، توی آیدی، یعنی آیدی های مختلفی دارن. آیا با اپل آیدی های مختلف هست؟ بله. خب چه سوال جالبی. خب بله، این سوال دوم اینجوریه که من میخوام یه صفحه تلگرام باز کنم از اینایی که بتونم روش
مثلا تبلیغات و این چیزها رو بذارم، باید چه بکنیم که بریم از این صفحه های تلگرامی که میشه روش تبلیغ گذاشت واس کنیم، نه این صفحه تلگرام شخصی؟ بله. الو. بله داریم گوش میدیم، بفرمایید، ادامه دید. این شماره دوش بود که من الان یه سال میخوام بفهمید که چه شکلیه حالتش. بعد شماره سه هم اینیست که این SSD سیستم تکنیکش چیه که با چه تکنیکی اینو درست کردن که دیگه این لبوا، این چیا، این هارد دیسکا اینا نمیچرخه دیگه اینا. بله به صورت میل نکن کن. بله بله چه سالایی. به به خب قربان از رادیو گوش میکنید یا میخواییم پشت خط منتظر بمونیم؟ من یه سوال دیگه هم دارم. بفهمید اونم سوال این اینستاگرام، این حالت اینستاگرام چجوریه؟ اینم اگر در یه فرصتی به ما درس بدید، بگید تا اینستاگرام اینه. اینستاگرام تشکرات میکنم. قبل از که قطع کنید، شما چون وقتی که مقایسه میکنیم اپ های مختلف رو از تلگرام کس بردید، هدفتون چه هست؟ میخوایم ببینیم که آیا چون اپ های دیگه ای هم بستگی به هدف شما که چه باشه، ممکنه اپ های دیگه ای هم داشته باشیم که از اینستاگرام بهتر باشه، بستگی به هدف شما داره. شما کارتون چی میخواد کنید روی تلگرام؟ والا من یه شرکت چاپ دارم اینجا توی فنلاند، بعد میخواستم در باید اون تبلیغ کنم، بعد تلگرام میخواستم تبلیغ کنم، فیسبوک و این چیزا دارم. البته من یه سوالی هم در باره فیسبوک دارم، اگه بخوایم فیسبوکمونو به طور کامل ببندیم چه کاری باید بکنیم؟ بله سوالای خیلی عالی و خوب جالبی دارید. بعد شما آیا در فنلاند اینجوری است که مثلا اپ تلگرام در فنلاند خیلی از مثلا فیسبوک بیشتر هست کاربراش، یا بر چه اساس، بر این اساس میخواید با تلگرام کار کنید؟ نه من بر اساس این که توی تلگرام دارم روی ادورد دارم، روی همه اینا دارم، ادورد که مال گوگل است روی اون دارم، باز توی معمولا تبلیغات مختلف میکنم. حالا میخواستم ببینم تلگرام هم به چه صورتیه. بعد گفتید شرکت تراک، یعنی کامیون دارید، این گفتید تراک گفتید؟ گفتم تلگرام دارم. نه شرکتی که گفتید چی بود گفتید؟ شرکت چاپ. آه شرکت چاپ بود. آها آقا زاده شرکت چاپ، چون تراک من شدیدم. آه خب باشه. نه شرکت چاپ. بله متوجهم چاپ. بله 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 متوجه. آره خب من ما چیز میکنیم، ما سعی میکنیم سوالا رو یکی یکی جواب بدیم. آقا زاده شما اولین یادداشت کردید همه رو دیگه؟ بله یکی تلفناشون بود، یکی استک هاردیسکا چجوری کار میکنه، یکی فیسبوک رو چجوری کامل ببندن. بسیار عالی قربان، چون وقتم بسیار کم داریم. بله. پس ما دیگه بریم سراغ جواب. بسیار سوالای عالی کردید با ما. خیلی ممنون از اینکه یوواسکولا اومدی مهمون باشید. حتما در خدمت با ما بیشتر در تماس باشید، از فنلاند گزارش بدید برای ما. قربان شما، پیروز باشید. آره و تبریک هم بگیم به کمپانی نوکیا، چون در از چند روز دیگه تلفن‌های جدید اون کوچولوهایی بود که قدیمی بازی اسنیک دوباره برمیگرده، 66 سی بود، 20 بود، چند بود، دوباره بارم به بازار میاد. بعد خیلی جالب آقا زاری، مدت نگهداری باتری یک ماه، 33 اصلا باور نکردنی، یک ماه باتری، به جای اینکه بتونید باتری هر روز عوض کنید، چیز کنید، چارج کنید، که به اون هم اشاره خواهیم کرد. بله تلفن های بله. تی 9 همین 3310 ها برمیگرده دوباره در بازار. بله بفهمید. بله. خواهش می‌کنم فرانک، اول تلفن‌هاشون رو چه جوری میتونن بکنن؟ بله. تو یکی از سوال‌هایی که خیلی مطرح میشه و هم این شنونده داشت و هم این است که اگر ما 20 تا تلفن داریم در یا اینو داریم اون داریم، بعد کانتاکت را یه سری کانتاکت رو این داریم یه سری کانتاکت رو اون داریم، اینا رو چگونه همه رو جمع کنیم زود تحت یک کانتاکت؟ یه اشکالی که در این زمینه پیش میاد همیشه این است که ممکنه روی یکی از لیستا یا تلفن‌ها مثلا اسم احمد رو داریم، بعد روی اون یکی هم همین رو داریم، و بنابراین یه سیستمی می‌خوایم که نه فقط همه رو بکنه یکی، بلکه ردیابی کنه شماره‌های دوبلت و اسم‌های دوبلت رو هم بتونه شناسایی کنه. آسان‌ترین کار در زمینه شما و دیگران این است که به خصوص شما این است که باید به
آی کلاود اکانت هر کدوم از این کاربرها یا تلفن‌ها برید که یک ایمیلی هست، بنابراین به iCloud.com میرید، با اپل آیدی هر تلفنی لاگین میکنید که به نوبه خودش اول بکاپ شده در iCloud. بعد که اونجا رفتید در قسمت کانتکت، اونجا در پایین صفحه قسمتی هست که شما میتونید این سیستم رو، این کانتکت لیست رو اکسپورت کنید به فایلی که با CVT تموم میشه. وقتی که این فایل رو اکسپورت کردید، این رو در کامپیوترتون نگه میدارید، بعد میرید با اپل آیدی بعدی همین کار میکنید با بعدی، و بعد که 4-5 تا لیست داشتید، یکی از آسان ترین کارهایی که میتونید این کار انجام بدید این است که یک اکانت در جیمیل یا بهتر بگیم گوگل باز میکنید. در بالای، وقتی که وارد جیمیل شدید، در بالای گوشه سمت چپ جلوی لوگوتایپ جیمیل یک فلشی است، اون رو میزنید، به قسمت کانتکت میرید و یکی یکی این فایل ها رو که آپلود کنید و ایمپورت کنید به سیستم گوگل، هر لیستی رو که آپلود کنید گوگل به شما میگه که الان توی این لیستی که آپلود کردیم این شماره و این شماره و این اسم و این اسم دوبلت هست، میخواید پاک کنی یا میخواید مرج کنی، اینا رو کامباین کنی، ترکیب کنی با هم، که شما میگید مثلا ترکیب کن، و از تمام این 10 تا لیست بنابراین یک لیست کامل رو به شما میده گوگل. بعد میتونید اون رو اگر بخواید همونجا نگه دارید، که رکومند میکنم این کار کنید، چون در هر موبایل دیگه ای که میرید فقط کافیست با اون اکانت گوگل اونجا لاگین کنید و تمام اون لیست کانتکت ها دانلود میشه روی این موبایل جدید آیفونتون. این یک راه خیلی ساده اکسپورت ایمپورت کردن و ترکیب کردن لیست های اسمای مختلف است. سوالی داشتید در رابطه با مکانیزم عملکرد سالید استیت دیسک، که به پلتفرم ها و سیستم های جدیدی میگیم که به مراتب سریعتر، به مراتب افیشنتر و به مراتب با برق کمتری دیتا رو هم بایگانی میکنه، سیو میکنه و هم انتقال میده، که جدیدترین تکنیکی که الان داریم چیپست و مکانیزمی است که کمپانی سامسونگ پتنت اون رو گرفته، کمپانی توشیبا چندین پتنت داره و کمپانی دیگه‌ای در کشور انگلستان که پتنت دارن، اومدن چیپست ها انتخاب کردن، به اونا میگیم وی‌نند چیپست هایی هستن که شما قادرید در محفظه و در داخل این چیپست به صورت الکترونیکی بیایید و با تکنولوژی جدید روی سطح همدیگه، به جای اینکه مثل هارد درایو که روی کنار هم دیتا رو می‌نویسه و بایگانی می‌کنه و بر اساس سیستم مگنتیزم کار می‌کنه، به جای اینکه کنار هم بنویسید اطلاعات رو روی همدیگه طبقه طبقه می‌نویسه، و درست همون مکانیزم که در یک USB مموری هم دارید، شما در یک USB مموری اگر اون آهنهای دورشو یا پلاستیک دورشو باز کنید، در وسطش یه چیپست کوچیکی پیدا میکنید که اندازه نصف شاید انگشت نخون انگشتتون باشه، و اطلاعات چندین گیگابایت اطلاعات در اون نوشته میشه و بایگانی میشه. تنها اشکالی که این چیپست داره این است که بر اثر فعل و انفعالات شیمیایی که بر اثر نوشتن و خواندن و بایگانی کردن الکترون ها و اتم ها در این پلتفرم و در این متریال انجام میشه، این است که وقتی که هی بنویسید بخونید، پس از مدتی اون محفظه و اون محلی که این اطلاعات در اون بایگانی شده قابلیت حفظ کردن و خواندن و نوشتن خودشون رو از دست میدن، ولی این مدتی بسیار طولانی و برای همین است که جلوی خرید هر SSD هارد درایوی مقدار تعداد آزمایشایی که انجام شده در رابطه با سرعت خواندن، سرعت نوشتن و تعدادی که فکر میکنیم این هارد درایو قابلیت این رو داره که انجام بده تا قبل از که از بین بره، همه در جلوی هارد درایو نوشته شده، که یکی از تکنولوژیایی که سامسونگ استفاده میکنه وینند است که 10 سال گارانتی میده روی این SSD هارد درایو، یعنی میگه که اگه تا 10 سال گارانتی میکنیم که تست هایی که ما کردیم این هارد درایو کرش نکنه، ولی خیلی از مدل های ارزون دیگه 3 سال گارانتی دارن، 5 سال گارانتی دارن. بعد مواظب باشید اطلاعات رو دقیق بخونید قبل از اینکه هارد درایو رو بخرید. سرعت نوشتن، سرعت خوندن معمولا 540, 550, 560 هست،
و بعدم که تکنیک جدیدی الان اومده به نام M2 ده برابر سریعتر از هارد درایوهای SSD هست. یعنی در کامپیوتر جدیدی که دیزاین میکنیم برای محتوای برنامه‌نویسی و برای سیمولیشن و برای ماتماتیکال مدلینگ و برای چرخش اجسام به صورت سه بعدی در کامپیوترهایی که مثلا الان ساخته میشه، معمولا M2 هارد درایو استفاده میشه که به مراتب اگه مقایسه کنید مثلا در خواندن و نوشتن در یک SSD هارد درایو هست 500 up to 600 مگابیت پر سکند، در حالی که در یک M2 هارد درایو میرسه به 2000. و خلاصه همینجوری این از اینو. سوال دیگه هم داشتن که فیسبوک چجوری میشه بست؟ فیسبوک هم که خیلی راحته، با رفتن به اکانتتون در فیسبوک اولین کاری که میکنید در قسمت پرایوسی وارد میشید، اول لینکی هست که اونجا میزنید و تمام متریال رو که آپلود کردید، کانتکت ها، اسما، لایک ها، هر چی رو که دارید رو اگر میخواهید بکاپ میکنید، دانلود میکنید روی کامپیوترتون. و در همون جا هم هست اکانتی هست، در همون جا هم لینکی هست که نوشته که چیز اکانت من رو میتونید ببندی، ولی اون کار رو که کردید باید دیگه تا 90 روز در اکانت فیسبوکتون وارد نشید. اگر این کار کنید دوباره اکتیو میشه، یعنی برابری 90 روز طول میکشه تا به طور کامل پاک نمیشه، ولی از روی از پهلوی دیگران و شما پس از 90 روز از من میره، ولی همیشه در فیسبوک خواهد بود. یعنی چی؟ شاید من میخوام همین الان فیسبوک هم ببندم 90 روز واتساپ کنم؟ آره بهشون به شما میگن که it takes 90 days. و طلاق هم میخوای بگیری راست میگه 6 ماه صبر. خب اینم و اگر لاگین کنید دوباره اکتیو میشه. بنابراین باید چون فیسبوک میگه که حالا شاید یه نفر اومد خواست پشیمون شه، بعد نمیخوایم یهو قطع شه، شاید برای یه لحظه عصبانی شده، ناراحت شده مثلا از دست دوست دختر. خب آقای فرانک من باید از شما تشکر بکنم. آخ هزار و یک مطلب و جواب سوالای این شرنده و این چیزو تلگرامو پرسیدن و بعد نمیدونم والا تلگرامو اگه چه سری میتونیم جواب بدیم. چون خیلی داستان طولانیه دیگه، باید این رو روزه برای هفته آینده. یک کیس دادگاهی داشتیم. آخ 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 آخ. کیس دادگاهی چیه؟ در رابطه با گوگل که یه نفر گوگل رو سو کرده بود، گفته بود آقا هر کی میره سرچ میکنه شرکت منو یه سری توضیحات راجع به این که شرکت من دزدی کرده و من با هلس انجل کار میکنه اینا رو باید پاک کنید، که دادگاه رأی داده که نه خیر، گوگل حق داره پاک نکنه. و یک کیس خیلی عجیب دادگاهی که هفته گذشته اومده و در حکم اومده که خسارت گوگل رو در دادگاه اولی و در هوورت هم باید تازه این شرکت پرداخت کنه به وکلای گوگل و اینا رو کشوندید الکی دادگاه. خلاصه یک کیس عجیب و غریب دادگاهی بود که فرصت نیست که اینطور بگم آقای زاری. دوستان عزیز، ما بخش نیازمندیامون یه ذره دیرتر آغاز میشه امروز و فکر کردم میگه یه ذره آغاز نمیشه آغاز. همین خواهی صحبت کنیم صحبت کنیم بندازیم. بله یه ذره دیرتر شروع میشه، ولی در ساعت از فرانک عزیز تشکر میکنیم به خاطر برنامه امروز. واقعا زحمت کشید، برنامه بسیار پرباری داشتی فرانک جان. اگر بدرود به شما شنوندگان این صدا و برنامه، بسیار سپاسگزارم به خاطر برنامه امروز. شنوندگان عزیز و بینندگان خوب ما، اگر اجازه